ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به تک تک شما همراهان و همکاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از جلسات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان. امروز 18 آگوست 2022 مصادف با 28 مرداد ماه 1401 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی. من ابتدا دستندرکاران فراخوان امروز رو خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم مونا احمدی پور، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در تیمار 1401. سرکار خانم مرضیه مهدیه، بررسی هدف 11 از اهداف 17گانه سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس از ایشون سرکار خانم زهرا باجنان با موضوع خبرنگاری در ایران. سرکار خانم آیدار اسماعیلی با موضوع زن در سینمای ایران. سرکار خانم روزا جهانبی با موضوع اعتراض یک هنرمند چگونه است. برای بخش فرهنگیمون سرکار خانم سمانه بیرجندی 19 آگوست به مناسبت روز جهانی عکاسی. بحث آزاد هم همه آزاد و برابر به دنیا آمدن. منشی جلسه سرکار خانم مرضیه مهدیه، ضبط صدا و تدوین جناب آقای سعید پورمند و آقای پویا حسابی، ادمین های محترم سرکار خانم مرجان شعبان نژاد و آقای مصطفی منیری. بنده خودم ستاره دژم مسئول جلسه هستم. خب خانم مونا احمدی پور لطفا آماده هستید؟ دوستان مایکرو براتون باز میکنن و گزارش رو میشنویم از شما. سلام و درود خدمت شما همکاران گرامی، در خدمتتون هستم با اخبار موارد نقض حقوق بشر در مرداد ماه 1401. روز شنبه یک مرداد نازنین بهرامی بازیگر تئاتر توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. گفته می‌شود ماموران تلفن خانم همراه خانم بهرامی و تعدادی از اطرافیان وی را ضبط کرده و با خود بردند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی‌بی‌سی، روز شنبه 1 مرداد 1401 نازنین بهرامی بازیگر تئاتر توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. در این گزارش آمده است خانم بهرامی حوالی ساعت 11 صبح در زمان بازگشت از محل کار خود در حوالی خیابان انقلاب توسط چند مأمور بازداشت شد. مأموران همچنین تلفن همراه خانم بهرامی و اطرافیان او را نیز ضبط کرد و با خود بردند. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلیل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات علیه وی اطلاعی در دست نیست. این خبر ناقض مواد 8، 9، 22 و 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. ماده 8، رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده 9، عدم توقیف، حبس، تبعید غیر قانونی. ماده 22، حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی. و ماده 23، حق امنیت کار. یونس صوفی شاعر و نویسنده و زندانی سیاسی عرب ساکن اهواز و محبوس در زندان شیوان در وضعیت وخیم جسمی قرار دارد، اما عوامل زندان به او اجازه مرخصی درمانی نمی‌دهند. همین امر موجب شد تا زندانیان بند 5 زندان شیوان اهواز اعتراض کرده و با ماموران درگیر شدند. به دچار مشکلات تنفسی و در بردن غده در قسمت دنده و قفسه سینه است و نیاز به رسیدگی پزشک دارد. به در تجمع اعتراضی به سلب مالکیت زمین شهروندان عرب یکی از روستاهای بهلوان بازداشت شد و به اتهام اجتماع و تمامی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس محکوم شد و از 26 تیر 1400 در زندان است. این خبر ناقض مواد 8، 9، 10، 19، 22 و 25 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. ماده 8، رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده 9، عدم توقیف، حبس، ایده غیر قانونی. ماده 10، حق محاکمه قانونی برای همه. ماده 19، حق آزادی بیان. ماده 22، حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. ماده 25، حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبیعی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. یک شنبه دوم مرداد نیروهای امنیتی با بستن درهای ورودی امامزاده تاریکج از حضور شهروندانی که برای برگزاری 22 سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر معروف ایران گرد هم آمده بودند ممانعت کردند. اعمال این محدودیت‌ها و جلوگیری از حضور علاقمندان به این شاعر بر سر مزار او در سال‌های اخیر مسوق سابقه است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
روز یکشنبه 2 مرداد 1401 نیروهای امنیتی با حضور در گورستان امامزاده طاهر کرج و بستن درهای گورستان این امامزاده مانع از برگزاری مراسم بزرگداشت 22 سالگرد درگذشت احمد شاملو شدند. تعدادی از شهروندان در پی فراخوان کانون نویسندگان ایران همزمان با سالگرد درگذشت این شاعر قصد داشتن با حضور بستر مزار او تقدیم گل و قرائت اشعارش به روان اون بزرگداشت برپا کنند که ماموران امنیتی و انتظامی از ورود آنها به گورستان ممانعت کرد. لازم به ذکر است چند ساعت پیش از آن آنی که دوستداران شاملو بر مزار او گرد همایند، ماموران امنیتی و انتظامی درهای گورستان را بستند و بر درگاه ایستادند تا از حضور افراد بر مزار شاملو جلوگیری کنند. این خبر ناقض مواد 8، 9، 20 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی، ماده 20 حق آزادی، تجمع و تظاهر. انیسه شاه‌حسینی فیلمنامه نویس و کارگردان در مصاحبه با روزنامه کیهان خواستار ممنوعیت سیگار کشیدن و خالکوبی زنان در فیلم ها شد و گفت در فیلم های آمریکایی و ترکیه هم صحنه سیگار کشیدن زنان نشان داده نمی شود، اما در سینمای ایران سیگار کشیدن و حتی خالکوبی زنان نمایش داده می شود. او تاکید کرده که امیدوار است که وزارت ارشاد ایران با شدت و وحدت جلوی چنین مواردی را بگیرد. او همچنین در بخش دیگر از صحبت‌هایش از برخوردهای صورت گرفته در خصوص حزب زنان در تبلیغات استقبال کرده است. این خبر ناقض مواد 2, 8, 12, 22 و 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. ماده 2 عدم تبعیض، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و ماده 23 حق امنیت کار. قانون نویسندگان ایران از وضعیت برهانی علیرضا صقفی خراسانی در زندان کجوی کرج و عدم رسیدگی و ممانعت مقام‌های قضایی برای انتقال این نویسنده و مترجم به بیمارستان جهت درمان خبر داد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران که روز پنجشنبه 6 مرداد منتشر شد، آمده که آقای صقفی با وجود تشخیص پزشکی بهداری مبنی بر اینکه داروهای موجود در زندان مناسب درمان او نیست، از انتقال به بیمارستان محروم مانده است. به نوشته این بیانیه، آقای صقفی از کمردرد مزمن و کولت سن رنج می‌برد و در 2 هفته اخیر به دلیل فشار بالای خون چند بار از حال رفته و یک دندانش در پی زنگ خوردن شکسته است. این بیانیه می‌افزاید که علیرضا صقفی با در دست داشتن پرونده پزشکی خود و درخواست مرخصی استعلاجی به شعبه 6 دادسرای کرج مراجعه کردم، اما به وضعیت وی رسیدگی نشده. این کارون هشدار داد که بدون شک مسئولیت هر گزندی به جان او بر عهده زندانمانان و به طور کلی قوه قضاییه است. علیرضا صقفی و همراه حسن به همراه همسرش خاله صفرزاده دیگر عضو کانون نویسندگان ایران که هر دو از فعالان کارگری نیز به شمار می روند، از 20 اسفند ماه 1400 برای اجرای حکم پیشین خود به زندان منتقل شدند. این زوج پیشتر در 6 اردیبهشت 1398 در پارک جهان نمایی کرج بازداشت شده بودند. در پی برگزاری دادگاه هر یک از آنها به اتهام انتصابی تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شدند. این خبر ناقض مواد 8، 9، 22 و 25 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی، ماده 25 حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای هم. تهران، بازداشت یک شهروند به دلیل نواختن ساز و خوانندگی در مراسم تعلیم. مدیر حقوقی سازمان ویسرا از بازداشت یک شهروند که در مجلس خصم با نواختن ساز و خوانندگی به اجرای برنامه می‌پرداخت خبر داد. این خبر ناقض مواد 8، 9، 12، 22 و 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 22 حق امنیت اجتماعی مالی فرهنگی و ماده 23 حق امنیت کار. کنسرت گروه کمان حین برگزاری با تذکر ماموران حراست مواجه شد که از آنها می‌خواستن کنسرت را لغو کنند. ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی حکایت از آن دارد که مسئولان حراست کارخانه نوآوری آزادی در شهر تهران از کنسرت گروه کمان که در حال برگزاری بود جلوگیری کردند.
درست حین برگزاری کنسرت یک نفر میآید و خواننده را متوقف میکند و زمانی که اعلام میکند هم مجوز دارد و هم کار غیرقانونی انجام نداده، مامور حراست را بلند میکند. در آخرین مسئول حراست خواننده گروه کمان را در آغوش کشید که به نظر میرسد مشکل حل شده. این خبر ناقض مواد 19، 22 و 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و ماده 23 حق امنیت کار. چند خواننده زن و مردانی که در ساخت یک ویدیوی کلیپ برای آنها مشارکت داشتند جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شدند و در تاریخ 8 مرداد 1401 به آنها ابلاغ شده. از آنها خواسته شده که ظرف مدت 5 روز بعد دریافت در شعبه مربوطه حاضر شود. این افراد متهم به شرکت در مجلس لهو و لعب، مشارکت در تولید و توزیع، تکثیر آثار مختزل از طریق شبکه‌های خارجی بودند. از خوانندگان زن که بیشتر از این بابت به تحمل حبس محکوم شدند گفت برخی از افراد کلیپ نساخته بودند و اتهامشان شرکت در یک مهمانی بود. این خبر ناقض مواد 8، 9 و 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس و تبعید غیرقانونی، ماده 23 حق امنیت کار. محمد بساطی مدیر مسئول نشریه فرهنگی و اجتماعی بلوچستان توسط دادگاه کیفری 2 شهرستان کوردشت به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 8 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. این پرونده در پی انتقاد آقای بساطی از کمیته امداد شهرستان کوردشت و اعلام شکایت این کمیته برای وی پوشیده شده. این خبر ناقض مواد 6، 8، 9 و 19 از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، ماده 19 حق آزادی بیان. دادگاه کیفری استان قزوین با صدور دادنامه مصطفی جعفری روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد. این روزنامه‌نگار پیشتر به اتهام نشر اکاذیب تفهیم اتهام و محاکمه شده بود. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر مصطفی جعفری سرپرست دفتر استانی خبرگزاری ایرنا در قزوین و مدیر مسئول سایت خبری تر قزوین توسط شعبه 108 دادگاه کیفری استان به ریاست عنایت فالوج به تحمل 2 سال حبس تعزیری، 2 سال و محرومیت از اشتغال در حرفه خبرنگاری و رسانه‌ای محکوم شد. این پرونده با شکایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای وی گشوده شده. بر اساس حکم صادر در تاریخ 29 خرداد 1401 توسط شعبه 108 دادگاه کیفری استان قزوین که در تاریخ 21 مرداد ماه مصطفی جعفری در صفحه شخصی خود منتشر کرد به اتهام نشر عکاسی به تحمل 2 سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی هم به 2 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و منع اشتغال در حرفه خبرنگاری محکوم شده. این خبر ناقض مواد 9، 10 و 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. ماده 9 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 23 حق امنیت کار. والدین 61 دختر در رشته موسیقی در هنرستان شهید کامیاب شیراز اعلام کردن در واقع قبل از آغاز آزمون ورودی از سوی آموزش و پرورش به آنها اعلام شده که ثبت نام در رشته موسیقی برای دختران منتفی شده و تنها در صورت داشتن مجوز از تهران امکان ثبت نام دختران وجود دارد. یکی از مسئولان این هنرستان موسیقی در این خصوص گفت چیزی که از سوی آموزش و پرورش به عنوان دلیل حذف ثبت نام دختران در رشته موسیقی به ما اعلام شده عدم تحمیل مالی بوده است. این خبر ناقض مواد 2، 8، 22 و 28 از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. ماده 2 عدم تبعیض، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای هم. جعفر پناهی کارگردان مستندساز و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به ویروس کرونا مبتلا شده است. او بیشتر توسط دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی روز جمعه 14 مرداد ماه 1401 جعفر پناهی کارگردان مستندساز و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در پی ابتلا به ویروس کرونا به بند 4 زندان اوین منتقل شد.
یک منبع مطلع در این بار گفت جعفر غنایی در حال حاضر در به تب و لرز مطلع و جواب آزمایش کرونا روی نیز پس از مثبت اعلام شدن به بند قرنطینه زندان نوین منتقل شده. جعفر غنایی در تاریخ 27 آذر ماه 1389 توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران با اتهام اجتماع و تعبانی به تحمل 5 سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به 1 سال حبس تعزیری 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی شامل ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه، محرومیت خروج از کشور و مصاحبه با رسانه و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شد و حکم صادر به وکیل مدافع جعفر غنایی ابلاغ شد. این خبر ناقض مواد 8، 9، 10، 19، 22 و 25 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و ماده 25 حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبیعی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. و در انتها خبر در گذشت هنرمند و شاعر نویسنده کشورمون هوشنگ ابتهاج و ممنونم از شما خانم احمدی پور برای گزارش نقدتون خیلی کامل. یک خبری هم که تازه فکر میکنم دیشب منتشر شد رو هم من به استحضار دوستان برسونم که بازیگرانی که بیانیه تفنگت را زمین بگذار، همینی که الان به خاطر شغل رسولوف و جعفر پناهی در زندان هستن، هنرمندان و بازیگرانی که این بیانیه امضا کردن هم ممنوع کار و ممنوع تصویر شدن، مثل آقای نوید محمدزاده، باران کوثری و از این دست بازیگران که یه کاربری که خودشون هنرمند بودن نوشتن از کی تا حالا سازمان سینمایی تبدیل به دادگاه شده که حکم به ممنوع‌کاری میدهد. طبق بند پی ماده 23 قانون مجازات اسلامی من از اشتغال به شغل، حرفه یا کار را یک مجازات میدانند و طبق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ولی از اینجایی که خب چرا متاسفانه چی سر جاش نیست، این دوستان هم از ادامه فعالیت فعلا باز موندن. خب میریم سراغ سرکار خانم مرضی مهدیه با بررسی هدف 11 از اهداف 17 گانه سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم مهدیه، مایک بر شماست، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همگی، سپاس از شما خانم بیژن. من در ابتدا با این مورد شروع میکنم که مطابق با دستور کار هدف 11 از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف 11 عبارت است از تبدیل شهرها و سکونتگاه های انسانی به مکانهای همه شمول، مقاوم و پایدار، یا به طور ساده تر ساخت شهرها و اقامتگاه‌های ایمن، قابل تجدید و پایدار. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این اهداف انجام بدن به طور کل چند مورد هست که من خدمت شما عرض می‌کنم. در مورد اول نوشته شده تضمین دسترسی همه افراد به مسکن مناسب، ایمن و مقرون به صرفه و خدمات پایه و نوسازی محله های فقیرنشین تا سال 2030. مورد دوم فراهم آوردن امکان دسترسی به سامانه های نقل و انتقال ایمن، مقرون به صرفه، قابل دسترس و پایدار برای همه و ارتقای ایمنی جاده ها به ویژه از طریق افزایش نقل و انتقال عمومی. مورد سوم توجه ویژه به نیازهای قشرهای آسیب پذیر از جمله زنان، دختران، معلولان و سایر افراد تا سال 2030. مورد چهار افزایش شهرسازی پایدار و همه شمول و ظرفیت سازی برای طراحی و مدیریت سکونتگاه‌های شهری جامع و پایدار در همه کشورها تا
سال 2030. مورد پنجم، کاهش سرانه آثار منفی پدیده های زیست محیطی بر شهرها از جمله از طریق توجه ویژه به کیفیت هوا و مدیریت زباله ها و مواد زائد شهری و غیره تا سال 2030. مورد شش، امکان دسترسی جهانی به فضای عمومی سبز همه شمول در دسترس و ایمن به ویژه برای زنان، کودکان، سالمندان و معلولان. همزمان با افزایش پایدار تعداد شهرها و سکونتگاه‌های انسانی، حمایت از کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی از طریق بنا کردن ساختمان‌های پایدار و مقاوم با استفاده از مصالح محلی و ارائه کمک‌های مالی و فنی به آنها، شهرنشینی یکی از مهم‌ترین تحولات قرن 21 شد. بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند که انتظار می ره تا سال 2050 تا 70% این آمار افزایش پیدا کند. شهر در کل کانون مبادلات اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود هست و حداقل دارای 10,000 جمعیت هر شهر می تونه داشته باشه. لازمه زندگی شهروندان در شهرها برخورداری از امکانات متنوع شهری و مسکنی امن هست که عمدتاً فراهم آوردن این گونه موارد مختص شهرها و مدیریت و نظارت بر روند توسعه آن بر عهده مدیریت شهری است. در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به این موضوع توجه ویژه‌ای شده. حق بر برخورداری از مسکن مناسب به صراحت در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی و تاکید ویژه‌ای قرار گرفته. همچنین حق دسترسی به خدمات شهری و حمل و نقل، حق بهره‌مندی از حمایت‌های لازم به هنگام بلایای طبیعی و غیره. در اینجا نگاهی میندازیم به قانون اساسی و سایر قوانین ایران در این باره. حق بر مسکن مناسب. میتونیم بگیم مسکن جایی هست که انسان در آن احساس آرامش و امنیت میکنه و حق مسکن مناسب به این معنیه که هر انسان، ام از زن، مرد، کودک، جوان، حق داره از خانه و جامعه امن برخوردار باشه. اصل 31 قانون اساسی به این صورت میگه که داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت هم موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. همچنین در ماده 143 به این نکته اشاره شده که تامین نیازهای اساسی که شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و غیره برای تشکیل خانواده هست، حق همگان هست. در ماده 168 قانون اساسی گفته شده به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن، اقداماتی که خدمتتون عرض میکنم انجام میشه. تبصره متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح ناظر مجری و مالک بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران میرسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت هستند. مورد بعدی، صدور پروانه هر گونه ساختمان ملزم به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی میباشد. شرکت‌های بیمه موظفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هر گونه خسارت در طی 10 سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف 3 ماه جبران کنند. کلیه مجریان دولتی هم موظفند مسئولیت حرفه‌ای خود را در صورت نیاز مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود، اهم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت بیمه کنند. به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری در زلزله هم شبکه ایستگاه‌های شتابنگاری و زلزله‌نگاری و پیشنشانگرهای زلزله باید توسعه پیدا کند. همچنین برای برنامه مصالح و روش‌های مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی استاندارد
از تولید کنندگان حمایت بیشتری شود. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده که شهرداری ها و دهیاری ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح‌های موضوع این بند نسبت به مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی هم اقدام کنند. در ماده 170 وزارت مسکن و شهرسازی آمده که این وزارت موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی به تمام موارد مرتبط با این هدف اهمیت ویژه‌ای بده. همچنین گفته شده دستگاه‌های اجرایی موظف است به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام کند. وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها هم موظف هستند برای احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت بیشتری کنند. همچنین در ماده 172 به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه نشین موظف است این اقدامات را انجام دهد. در ابتدا سامان بخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی و مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت‌های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها در چارچوب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیرمجاز و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر. طبق آخرین نتایج سرشماری در رابطه با مسکن در سال 95 نشون میده که تعداد 2,587,607 واحد مسکونی در کشور خالی هست که در این میان استان خراسان رضوی با بالاترین تعداد خانه خالی در جمع سرکوردار بیشترین خانه خالی کشور وجود دارد. از سال 95 تا امروز این آمار حتی چندین برابر بیشتر شده. با این تعداد خانه خالی هم هنوز بسیاری از افراد توانایی خرید خانه را ندارند و کاهش قدرت خرید متقاضیان و بالا بودن نرخ سود بانکی موجب رکود بازار مسکن شده. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مسکن باعث شده تا سازندگان مسکن هم سود چندانی از بابت ساخت و ساز نصیبشون نشه. عمر مفید مسکن در کشورهای توسعه یافته بالغ بر 100 سال است. این در صورتی است که در کشور ما عمر مفید هر مسکن 30 سال اعلام شده که عواملی مثل نظارت غیر مؤثر، حضور سازندگان غیر حرفه‌ای، استفاده از مصالح ساختمانی‌های غیر استاندارد و مصالحی چون آجر، شن، ماسه، پایین بودن تکنولوژی در عمر این مسکن‌ها بسیار تاثیرگذار است. متاسفانه بررسی این هدف با قوانین جمهوری اسلامی ایران به نظر خیلی معقولانه میاد، ولی چیزی که ما مشاهده میکنیم این هست که اینها همش نوشته هست و به هیچ کدوم از اینا اهمیت داده نمیشه. بسیاری از این اتفاقات در چند سال اخیر اهم از پلاسکوی تهران که به علت فرسودگی و قدیمی بودنش و 1000 عامل دیگه فرو ریخ یا متروپول آبادان که به دلیل عدم رعایت اصول کیفی و پایداری بنا و نظارت نداشتن روی همچین پروژه‌ای نتیجه مدیریت مسئولین در کشور ما هست. و چیزی که واقعا تأسف برانگیزه که به همچین پروژه‌هایی با این ناپایداری بنا و رعایت نکردن اصول کیفی تاییدیه هم میدن و به اجرا میرسه. من خیلی سعی کردم خلاصش کنم این موضوع رو. ممنون از شما که همراه بودید. من مایک رو میبندم. ممنون از شما خانم مهدیه. دوستان اگر در این باره مطلبی نیست که بخواین اضافه بکنید یا سوالی ندارید، میریم سراغ سخنران بعدیمون. ببخشید من سرخونم. سرکار خانم زهرا باجلان با موضوع خبرنگاری در ایران. خانم باجلان مایک بر شما بفرمایید. دوستان دسترسی خانم باجلان رو
سلام مجدد خدمت همه دوستان. صدای من هست؟ سخنرانی این هفته رو با موضوع استثمار خبرنگاران در ایران انتخاب کردم و به یه سری از نکته هایی که وقت بیشتر اجازه میده میپردازم. اخراج گروهی از خبرنگاران در آغاز سال 1401. در پایان سال گذشته روزنامه نگاران چند رسانه اصلاح طلب اخراج شدند. چند تن از آنها از تجربه خود و استثمار خبرنگاران از سوی روزنامه داران در بخش‌های مختلف سخن گفتند. در اسفند ماه سال گذشته گزارش‌های پراکنده‌ای در فضای مجازی درباره اخراج خبرنگاران و روزنامه نگاران چند روزنامه و سایت خبری منتشر شد. اما امروز شواهد نشان می‌دهد که این اتفاق ابعاد گسترده‌تری داشته و آنچه کم و بیش در فضای مجازی منتشر می‌شد نه اخراج چند خبرنگار، بلکه اقدام مشترک مدیران چند روزنامه و رسانه در قطع همکاری با خبرنگارانشان بوده است که هر یک جداگانه تصمیم واحد را اجرا کردند. در روزهای پایانی سال گذشته توییت‌هایی درباره اخراج دست جمعی تحریریه روزنامه شرق منتشر شد و پس از آن بحران اقتصادی اخراج همه اعضای تحریریه را تکذیب کرد و گفت مدیر مسئول شرق در گفتگو با چند خبرگزاری یک چهارم ببخشید اسم خواهم بازی لانسداتون قطعه دوباره وستش میکنم بازی. صدای من هست؟ بله خانم باجلون بفهم. مدیر مسئول شرق در گفتگو با چند خبرگزاری گفت یک چهارم تحریریه حذف خواهد شد، اما شواهد نشان می‌دهد که برخلاف گفته ایشان این روزنامه اصلاح طلب با تمام اعضای تحریریه‌اش قطع همکاری کرده و سپس به شیوه دل بخواهی از آنها دعوت به همکاری کرده است. این اتفاق نه فقط در روزنامه شرق بلکه در رسانه‌های دیگر نظیر سایت رویداد 24 و کم و بیش در روزنامه اعتماد هم اتفاق افتاد و در واقع تعدادی از رسانه‌های اصلاح طلب در ایران در اقدامی مشترک روندی تازه برای روزنامه داری و مدیریت رسانه را پیش گرفتند، روندی که حتی قوانین فعلی بازار کار در ایران را هم زیر پا گذاشته و نشانه ای آشکار از این واقعیت است که اختیارات کارفرمایان در بازار کار ایران حد و حدود مشخصی ندارد. مدیران این رسانه ابتدا تمام خبرنگاران تحریریه را اخراج کردند و سپس از آنها خواستند با مزد توافقی بدون بیمه و سنوات و عیدی پایان سال به همکاری با روزنامه، البته با کار بیشتر، ادامه دهند. دستمزد روزنامه نگاران و خبرنگاران در روزنامه ها و رسانه های بخش خصوصی که در واقع اغلب گروه های اصلاح طلب داخل حاکمیت تعلق دارند حداقل دستمزد بدون اضافه کار است. حال اتفاقی که در سال جدید در تعدادی از این رسانه ها افتاده پرداخت حقوقی کمتر از حداقل دستمزد و قطع بیمه خبرنگاران است. مدیران این رسانه وضعیت وخیم اقتصادی، افزایش هزینه های تولید و همه‌گیری کرونا را عمده ترین عوامل بحران اقتصادی رسانه های بخش خصوصی در ایران دانستند. حال آنها در حال طی کردن مسیری هستند که اغلب کارفرماها در چنین مواقعی در پیش می گیرند. کم کردن نیرو، هزینه های تولید با اخراج کارگران از یک سو و فشار به نیروی کار برای انجام کار بیشتر از سوی دیگر. یکی از خبرنگارانی که پیش از این سابقه همکاری با چند خبرگزاری از جمله اعتماد آنلاین را داشته است،
خانم باجلان، دوباره صداتون رفت از هستم. یکی از خبرنگارانی که پیش از این سابقه همکاری با چند خبرگزاری از جمله اعتماد آنلاین را داشته، درباره اینکه چرا خبرنگاران در ایران حاضرند با حقوق کمتر از حداقل حقوق به کار ادامه دهند میگوید: نکته ماجرا این است که در سالهای اخیر برای خبرنگارانی که داخل ایران کار میکنند امکانهای زیادی برای کار کردن وجود نداشته است. امکان ورود به رسانه‌های بخش داخلی، بخش دولتی برای بخش قابل توجهی از خبرنگاران وجود ندارد و در سوی مقابل هم مدیران رسانه‌های بخش خصوصی معمولاً به صورت مشترک تصمیم می‌گیرند. مثلا در سال‌های اخیر می‌بینیم که روزنامه‌های بخش خصوصی همزمان از تعداد صفحاتشان کم کردند یا همزمان با هم قیمت روزنامه‌هایشان را افزایش دادند. این موضوع در مورد اخراج خبرنگاران یا قطع بیمه آنها هم دیده می شود. وقتی چند روزنامه همزمان با هم تعدادی از خبرنگارانشان را اخراج می کنند یا بیمه هایشان را قطع می کنند، عملاً برای این خبرنگاران گزینه چندانی برای پیدا کردن کار جدید وجود ندارد. مدیران روزنامه ها و رسانه های بخش خصوصی در ایران با آگاهی از این موضوع به صورت همزمان تصمیماتشان را برای فشار به نیروی کار رسانه‌ها عملی می‌کنند تا خبرنگاران مجبور به پذیرش شرایط دشوارتر کار و ادامه همکاری با رسانه‌ها باشند. در دهه‌های اخیر قراردادهای موقت کار افزایشی معنادار داشتند و یکی از مهمترین نتایج آن هم عدم امنیت شغلی برای کارگران و مزدبگیران بوده است. نداشتن امنیت شغلی برای خبرنگاران و روزنامه نگاران در ایران دوچندان است، چرا که توقیف رسانه ها همواره بر کار آنها سایه انداخته است. اما در سالهای اخیر و به خصوص در دوران همگیری کرونا، امنیت شغلی خبرنگاران بیش از آنکه به خاطر توقیف قضایی به خطر افتاده باشد، با رفتارهای دلبخواهی کارفرما تهدید شده است. مدیران رسانه‌های بخش خصوصی در ایران میگویند با شیوع کرونا درآمدهای رسانه کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد و از این رو مجبورند به فکر کاهش هزینه‌های تولید باشند. اما کارشناسان حوزه رسانه و خبرنگاران از زاویه دیگر موضوع را بررسی می‌کنند و نظر متفاوتی دارند. یکی از کارشناسان رسانه میگوید در سال‌های اخیر رسانه‌های بخش خصوصی هرچه بیشتر به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شدند و مدیران مسئول روزنامه‌ها و نشریات بیش از هر چیزی به دنبال کسب سود بیشتر هستند. اگر مطبوعات و نشریات بخش خصوصی ضررده باشد، قطعاً از ادامه انتشار باز می‌مانند. اما وقتی به رغم افزایش هزینه‌های تولید همچنان منتشر می‌شوند، به این معنی است که انتشار نشریه همچنان سودآور است. مسئله بیشتر از بر سر این است که مدیران نشریات حاضر نیستند از سود خود بکاهند و ترجیح می‌دهند هزینه‌های تولیدشان را با کوچک کردن تحریریه‌های خبر کاهش دهند تا حاشیه سودشان حفظ شود. یکی از اعضای سابق تحریریه روزنامه شرق در این باره می‌گوید آنچه امروز در روزنامه و تعدادی دیگر از رسانه‌ها رخ داده ریشه در سالهای گذشته دارد. به گفته او اولین قدم مدیران این روزنامه برای اخراج دست جمعی کارگران به ابتدای سال 99 برمی‌گردد که در آن زمان تعدادی از اعضای تحریریه و تعدادی از کارمندان بخش فنی اخراج شدند. این روزنامه نگار اضافه می‌کند در سال گذشته نیز بخشی از حقوق اعضای ثابت روزنامه با عنوان کارانه حذف شد و در نهایت در پایان سال تمام تحریریه روزنامه به صورت دست جمعی و در جلسه چند دقیقه‌ای اخراج شدند. او میگوید امروز میتوان گفت که مدیر مسئول روزنامه شهر از ماه‌ها پیش تصمیمش را برای اخراج تحریریه گرفته بود، اما تا چند روز مانده به تعطیلات نوروز تصمیمش را اعلام نکرد. شهر در پایان هر سال سالنامه منتشر می‌کند و مدیر مسئول
با اعلام نکردن تصمیمش در واقع از فرصت استفاده کرد تا تحریریه شهر سالنامه روزنامه را هم آماده و منتشر کنند و بعد از آن اعلام شد از سال جدید تحریریه ثابت وجود ندارد. مسئله دیگر این است که مدیر مسئول شهر ایدی تحریریه و کارکنان روزنامه و همچنین حق و تحریر انتشار سالنامه را هم پرداخت نکرده و تنها وعده داده که در آینده پرداخت خواهد شد. مسئله دیگری که در اغلب مطبوعات بخش خصوصی در ایران جریان دارد این است که در موارد بسیاری حتی با اعضای ثابت تحریریه نیز قراردادی امضا نمی شده است. به تعبیری قراردادهای موقت کار اگرچه بچه مشترک بازار کار در ایران است، اما در برخی رسانه‌های بخش خصوصی وضعیت حادتر است و اساساً قراردادی با نیروی کار منعقد نمی شود. یکی از خبرنگارانی که تجربه همکاری با چند روزنامه دیگر نظیر اعتماد و شرق را دارد می گوید من و همه همکارانم تنها یک بار در سال با روزنامه قرارداد امضا کرده ایم که آن هم قرارداد یک ساله بوده. بعد از آن هیچ وقت با ما قراردادی امضا نشده و موضوع همواره این ترس را با خود داشته که کارفرما حتی از همین لحظه میتواند با همه کارکنان روزنامه قطع همکاری کند. سوالی که مطرح شود این است که در طول سالهایی که تحریریه ها مشغول به کار بودند آیا بازرسی از اداره کار یا سازمان تامین اجتماعی برای سرکشی به روزنامه ها آمده است؟ پاسخ مشخص است. احتمالاً به دلیل زد و بندهایی که مدیران روزنامه ها با ارشاد و اداره کار دارند، هیچ وقت بازرسی از تامین اجتماعی برای رسیدگی به این موضوع و موضوع قراردادها و بیمه به تحریریه نمی آید و در واقع هیچ نظارتی بر مدیران این روزنامه ها در ارتباط با نیروی کاریشان وجود ندارد و دستشان کاملا باز است. یکی دیگر از مسائل بارز کار در ایران این است که در چند دهه اخیر تشکل‌های مستقل کارگری به طور پیوسته سرکوب شدند و در غیاب آنها تشکل‌های دستساز و وابسته‌ای چون خانه کارگر و انجمن‌های اسلامی کار فعالیت کردند که در عمل حتی امکان چانه‌زنی حداقلی برای داشتن. در این مورد روزنامه نگاران و خبرنگاران همین وضعیت حاکم و سالهای اخیر هیچ تشکل مستقلی برای روزنامه نگاران و خبرنگاران وجود نداشته است. تجربه انجمن صنفی مطبوعات در چند سال اخیر نیز تجربه شکست خورده بوده و به گفته خبرنگاران در هیچ یک از موارد که مدیران رسانه ها خبرنگاران را اخراج کردند هیچ انجمنی مداخله نکرده است. مرسی که با من همراه بودین. ماگ رو در اختیارتون میذارم. ممنون از شما خانم باجلان برای سخنرانی. دوستان اگر در مورد سخنرانی خانم باجلان نکته یا سوالی هست لطفاً با علامت دست ما راهنمایی بکنید تا مایکروفون باز کنید. خب میریم سراغ سخنران بعدیمون، سرکار خانم آیلار اسماعیلی با موضوع زن در سینمای ایران. خانم اسماعیلی ماک بر شما هست، بفرم. با عرض سلام خدمت تمامی همراهان گرامی، علم الهدا نماینده ولی فقیه در مشهد در رابطه با حضور زنان در صدا و سیما گفت در برخی برنامه های صدا و سیما هم می توان به جای استفاده از بانوان از گویندگان مرد استفاده کرد و لازم نیست حتما یک خانم گوینده و مجری برنامه باشد. اینکه یک زن با حجاب با یک فرد نامحرم به گو بخند داشته باشد و دل بدهد و قلبه بگیرد حرام و بی‌عفتی است. تا پیش از این نیز حضور زنان در رسانه ها با محدودیت ها و در شرایط خاص ممکن بود. از خوابیدن با روسری و مانتو تا حمام کردن با حجاب کامل. در سالهای گذشته سکانسی از فیلم رحمان 1400 بسیار جنجال برانگیز شد. در این صحنه بازیگر زن با حجاب کامل در وان حمام نمایش داده می شود
برخی بازیگران زن سینما از محدودیت‌های خود در سینما و تلویزیون در کمپین من و سانسورچی گفتند. در این کمپین بازیگران از تجربه‌ها و خاطرات خود با سانسورچی‌های صدا و سیما و سینما گفتند. برخی مواردی که این بازیگرها روایت کردند بسیار عجیب به نظر می‌آمدند و واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی برانگیختند. این کارزار توسط امیر مهدی ژوله نویسنده و بازیگر به راه افتاد. او در صفحه اینستاگرام خود نوشت یکی از معضلات نمایش خانم‌ها در تلویزیون علاوه بر حجاب که عموماً رعایت می‌شود و آرایش که حتی گاهی با تغییر رنگ تصویر هنگام نمایش اصلاح می‌شود، تصور و یا توهم مشخص بودن حجم بخشی از اندام آنها از زیر لباس است. مثلا این یک اصل پذیرفته شده است که خانم‌های بازیگر باید حتما زیر پیراهنشان شلوار ضخیم بپوشند. در سرما و گرما که حجم پاهایشان معلوم نباشد. لباس‌های گشاد و ضخیم هم که یک روال است. بازیگران زن نه تنها در مقابل دوربین مجبور به تن دادن به برخی از محدودیت‌ها هستند، بلکه زندگی شخصی آنها نیز همواره تحت نظر است. در ماه رمضان سال 1398 شهره سلطانی از برنامه ویژه این ماه کنار گذاشته شد و علت آن را انتشار عکس‌های در اینستاگرام شخصیش دانستند. همچنین زیبا بروفه به این خاطر که فیلم عروسیش منتشر شد چندین سال اجازه فعالیت نداشت. لیلا حاتمی نیز در سال 2014 در جشنواره کن با رئیس جشنواره ژیل ژاکوب دست داد و روبوسی کرد که با انتقادهای تندی در ایران مواجه شد و آن را عملی منافی عفت زنان در جمهوری اسلامی خواندند. کیهان در این باره نوشت لیلا حاتمی با این کار دهنکجی به فرهنگ سرزمین مادری خود کرده است. اگرچه تا حدودی این محدودیت‌ها برای بازیگران مرد نیز اعمال می‌شود، اما می‌توان به جرأت گفت تفاوت بزرگی میان محدودیت‌های مردان و زنان بازیگر است. محدودیت‌های زنان در صدا و سیما تنها شامل بازیگران نمی‌شوند. زنان ورزشکار ایرانی نیز جایی در صدا و سیما ندارند. زنان با وجود محدودیت‌هایی که در ایران با آن روبرو هستند، موفقیت های زیادی در حوزه ورزش کسب کردند. تیم فوتبال زنان نیز به اندازه تیم مردان برای این کشور افتخار کسب کرده است. اما حتی یک بازی از این تیم در صدا و سیما پخش نشده است. تیم ملی فوتسال زنان توانست مقام نخست بازی های آسیایی را به دست بیاورد. پس از بازگشت ملی پوشان، فاطمه زلغت رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت وزارت ورزش برای پخش این مسابقات با صدا و سیما مکاتبه کرده بوده است و قرار بود بررسی شود، اما این مسابقات هرگز پخش نشد. گویی که این تیم هرگز وجود نداشته است. گویی این زنان در جهانی دیگر زندگی می کنند. مکارم شیرازی درباره پخش مسابقات بانوان ایرانی از صدا و سیما گفت اصل پخش این کار از سوی صدا و سیما کار نادرستی است و پخش صحنه‌هایی که ضوابط شرعی در آن مراعات نمی شود جایز نیست و در پوشش شرعی تفاوتی بین مسابقات و غیر آن وجود ندارد. در جریان بازی‌های آسیایی جاکارتا با اینکه امتیاز پخش تمام بازی‌ها توسط صدا و سیما خریده شده بود و به ورزشکاران و مردم قول داده بودند که بازی‌ها را مستقیم پخش می‌کنند، اما در نهایت مسابقات زنان هیچگاه از صدا و سیما منتشر نشد. همانطور که برای بازیگران مرد بازی در نقش زنان جذابیت ویژه‌ای دارد، بازیگران زن هم مشتاق بازی در نقش مردان هستند. ولی در ایران بازی زنان بازیگر در نقش مردان دردسرهای مختلفی را برای سینماگران به وجود آورده است. بازی در دو نقش بین بازیگران سینما طرفداران زیادی دارد. اولی بازی در نقش دیوانه و دوم بازی در نقش جنس مخالف. بسیاری از بازیگران معتقدند که با بازی در این دو نقش که یک هنرمند می‌تواند استعداد بازیگری خود را نشان دهد و آن را به رخ بکشد. در سینمای ایران هم بازیگرانی امکان بازی در نقش جنس مخالف را پیدا کردند، ولی ایفای چنین نقش‌هایی در سینمایی که در آن اعمال سلیقه‌های لحظه‌ای و بی‌ارتباط با سینما بسیار وجود دارد، دردسرهایی را برای سینماگران به وجود آورده است. بسیاری از سینماگرانی که فیلم‌های توقیفی‌شان در آرشیوها خاک می‌خورد، معتقدند که نظرهای سلیقه‌ای و دوره‌ای که در دولت‌های مختلف در وزارت ارشاد صورت می‌گیرد، دامن فیلم‌هایی را که در آن بازیگران زن در نقش‌های مردانه ظاهر شدند هم گرفته است. به عنوان نمونه می‌توان به فیلم آمین خواهیم گفت به کارگردانی سامان سالور اشاره کرد که با وجود صدور مجوز ساخت، نمایش آن به علت حضور بازیگران زن فیلم با موهای تراشیده در نقش دختری پسرپوش با مشکل مواجه شده.
و پس از 4 سال همچنان به اکران عمومی نرسیده است. سامان سالور کارگردان فیلم آمین خواهیم گفت درباره مشکلاتی که فیلم با آن مواجه است میگوید برای این فیلم مجوز ساخت صادر شده و حتی تهیه کننده تصاویر تست گریم بازیگر زن را به مسئولان اکران وزارت ارشاد نشان داد و حتی آنها پیشنهاد دادند برای آنکه در آینده مشکلی بر سر اکران فیلم پیش نیاید بهتر است موهای بازیگر کوتاه‌تر شود. به همین خاطر موهای خانم زارعی با شماره 1 تراشیده شد و به این ترتیب تست گریم بازیگر اصلی فیلم مورد قبول قرار گرفت. سالور ادامه می‌دهد متاسفانه از آنجایی که سیاست‌ها و دیدگاه‌های فکری و شخصیتی متفاوتی میان بخش صدور پروانه ساخت و بخش صدور پروانه نمایش در وزارت ارشاد وجود دارد، هنوز پس از چند سال تکلیف نمایش فیلم مشخص نیست. توقیف فیلم‌هایی که در آن هنرپیشگان نقش جنس مخالف را بازی کردند به فیلم آدم برفی به کارگردانی داوود میرباقری برمی‌گردد. اکبر عبدی در این فیلم نقش یک زن را ایفا کرد. آدم برفی که به مدت 3 سال توقیف بود در نهایت در دوران محمد خاتمی به اکران عمومی درآمد و در آن زمان هم باعث تجمع گروهی از دلواپسان وقت مقابل بعضی از سینماهای نمایش دهنده شد. ولی بعدها صدا و سیما آن را بارها از شبکه‌های مختلف پخش کرد. وزارت ارشاد اسلامی ایران در حال حاضر حساسیت بیشتری به بازی بازیگران زن در نقش مردان دارد، چرا که در بین اسامی فیلم‌های توقیفی نام فیلمی که به دلیل بازی یک مرد در نقش یک زن اجازه اکران نگرفته باشد به چشم نمی‌خورد. بیشتر مراجع تقلید شیعه در ایران معتقدند که تراشیده شدن موی سر زنان موجب منتفی شدن حکم حجاب نمی شود. به عنوان نمونه آیت الله مکارم شیرازی در این باره گفته است حجاب تنها مربوط به موی سر نیست، بلکه علاوه بر موی سر خود سر را نیز باید بپوشانند. یکی از روش هایی که تهیه کنندگان ایرانی برای گرفتن مجوز اکران فیلم هایی که بازیگران زن در آنها با سرهای تراشیده بازی کردند و به آن متوسل می شوند گرفتن استفتا از مراجع است. تهیه کننده فیلم آمین خواهیم گفت هم به سراغ مراجع رفته و از آنجایی که 2 مرجع تقلید نمایش فیلم را در صورتی که مفسده‌ای در آن نباشد تایید کردند، فیلم بعد از حذف 9 دقیقه اجازه اکران در سینمای هنر و تجربه را گرفته است. نمونه دیگری از توقیف یک فیلم ایرانی به خاطر حضور بازیگران زن با سر تراشیده، توقیف شیفتگی به کارگردانی علی زمانی اسمتی و بازیگری رویا تیموریان است. نادری دبیر شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی میگوید نظر اعضای شورای پروانه نمایش بر این است که بر اساس مستندات و باورها نمایش تصویر بازیگران زن بدون پوشش سر و موی تراشیده حرمت شرعی دارد و به همین دلیل امکان اکران شیفتگی با وجود شرایط فعلی برای فیلم فراهم نیست. اینطور که معلوم است مسئولین صدور مجوز نمایش فیلم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در دولت‌های مختلف به مراجع گوناگونی ارجاع می‌کنند، چرا که در دوران پس از انقلاب فیلم‌هایی هم به اکران عمومی درآمدند که در آن بازیگران زن سر خود را تراشیده بودند. به عنوان نمونه فریما فرجامی در فیلم سر، رویا نونهالی در فیلم زندان زنان و یا بهناز جعفری در فیلم 10 به علاوه 4 همگی با سرهای تراشیده ایفا نقش کردند. المیرا شریفی مقدم یکی از گویندگان شبکه خبر است که به تازگی وارد فهرست بازیگران و مجریان ممنوع تصویر شده است. او از سال 1379 وارد عرصه گویندگی خبر شده بود و تا همین اواخر هم به فعالیت خود ادامه میداد. تا اینکه خبر ممنوع تصویر شدن او منتشر شد. المیرا شریفی جزو گویندگان خبر باسابقه است. او به طور مداوم 7 سال به شبکه خبر همکاری داشته است. در فروردین ماه 1401 بی صدا نماند و توییت مبنی بر این که شما نمی توانید یک بلیت فروشی ساده را انجام دهید چه برسد بخواهید مشکلات کلان اقتصادی را حل کنید منتشر کرد. پس از این توییت خبرهایی از ممنوع تصویر بودن او به گوش خورد، خودش هم به نوعی مسئله را تایید کرده است. شیرین صمدی با انتشار مطالب جنجالی در اینستاگرام علت ممنوع تصویریش را فاش کرد و گفت به دلیل بازی کردن در تئاتر خواب خیس ماهی ممنوع تصویر شدن. این تئاتر معروف با حضور بازیگران معروفی از جمله نفیسه روشن 14 تیرماه روی صحنه اجرا رفت. شیرین صمدی یکی از بازیگران اصلی تئاتر بود. این نمایش نامه زندگی 2 زوج عاشق روایت می‌کند که از یکدیگر جدا شده و مجددا با یکدیگر روبرو می‌شوند.
روزیتا قبادی مجری تلویزیون جمهوری اسلامی که پیشتر به خاطر توصیه مهمان برنامه به رقص در ویژه برنامه شب یلدا مجبور به عذرخواهی شده بود، از کافی نبودن عذرخواهی به ممنون کار شدن خود خبر داد. روزیتا قبادی در یک لایو اینستاگرامی گفت که پس از این اتفاق از او خواستن 3 بار روی آنتن عذرخواهی کند، اما علارغم انجام این کار محمد رضا جعفری جلوه مدیر شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی ایران او را ممنون کار کرده است. مبینه نصیری از اغلب مجریان صدا و سیمای کم سن و سال تر است. احتمالا شما هم کلیپ دیالوگ خط قرمزیش را دیده اید. کلیپی که در صرفا جهت اطلاع هم پخش شد و خیلی سر صدا به پا کرد. خانم مجری خطاب به آقای مجری در برنامه زنده شبکه 1 صدا و سیما گفت شما جگر دوست دارید. همانطور که توضیح داده شد، بنابر دلایل مختلف و غیر منطقی، زنان در سینمای ایران علاوه بر نداشتن امنیت شغلی و نداشتن حمایتی در برابر آزارهای مختلف، با مشکلاتی نظیر سازگاری با سلایق مختلف مواجه هستند. با امید بر اینکه شرایط برای زنان در سینمای ایران بهتر از شرایط کنونی شود. مرسی از اینکه سخنرانی من رو گوش کردید. ممنون از شما خانم اسماعیلی، ممنون برای سخنرانی. دوستان در مورد زن در سینمای ایران اگر موضوعی هست که دوست دارید و مایل هستیم به اشتراک بذاریم میشنویم ازتون، وگرنه که میتونیم این بحث رو در بحث آزاد رو هم بهش بپردازیم اگر مایل بود. خب پس میریم سراغ سخنران بعدی. سرکار خانم روزا جهانبین با موضوع اعتراض یک هنرمند چگونه است؟ دوستان دسترسی خانم جهانبین رو ممنون میشم. خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم به همه دوستان و شنوندگان عزیز. هنرمند در یک جامعه قبل از اینکه به عنوان یک هنرمند شناخته بشه، به عنوان یک شهروند و عضوی از جامعه شناخته میشه و مثل همه شهروندان در قبال شهر و کشور خودش وظایف و مسئولیتی رو بر عهده داره. یکی از وظایف شهروندی اعتراض نسبت به معضلات جامعه هستش و به عبارتی میتونیم بگیم که استفاده از حق اعتراض که جزء اساسی ترین حقوق شهروندی همه انسان ها از جمله هنرمندان هستش، باید برای همه لحاظ و مورد استفاده باشه. هنرمندان همیشه به خاطر محبوبیت و مشهوریتی که در جامعه دارن ازشون انتظار میره که از تریبونی که در دست دارن توجهات رو به نفع مردم به خودشون جلب کنن و صدای مردم باشن تا به نوعی قدم مثبتی برای از بین بردن یا کاهش مشکلات جامعه رو بردارن. اما خب رفتار هنرمندان در قبال این خواسته مردم و نیاز جامعه متفاوت هستش و میتونیم بگیم که هنرمندان در دنیا و جامعه‌ای که زندگی میکنن از نظر بروز واکنش نسبت به مسائل و معضلات اجتماعی به صورت کلی به 3 دسته تقسیم میشن. دسته اول کسانی هستن که در کنار مردم وای میستن و تلاش میکنن که از معروفیتشون به نفع هموطنانشون استفاده کنن، که اگر نگاهی به تاریخ بندازیم میتونیم به اشخاصی مثل ناظم حکمت، شاعر ترک‌تبار، آقای صادق هدایت، نویسنده و مترجم ایرانی، بزرگ علوی، نویسنده، سیاستمدار و مخترع ادبیات مدرن داستانی زندان در ایران اشاره کنیم، یا حتی آقای ژان ژاک روسو، نویسنده فرانسوی، و پیر بل، نویسنده و فیلسوف فرانسوی اشاره کنیم، که همه این هنرمندان در دوره زمانی خودشون نسبت به وضعیت جامعه و معیشت مردم دست به انتقاد و اعتراض زدن. دسته دوم کسانی هستن که در مقابل مردم قرار میگیرن و تلاش میکنن از تریبونی که دارن شرایط جامعه رو عادی سازی کنن و بحرانها و فشارات وارد شده به مردم رو کمرنگ و کم ارزش جلوه بدن. و دسته سوم هم کسانی هستن که معمولا سکوت میکنن و معتقد هستن که یک هنرمند نباید وارد این گونه مباحث بشه و
باید فقط به هنری که داره بپردازه که از جمله هنرمندان مطرح با این دیدگاه میتونیم به لئو تولستوی نویسنده روسی اشاره کنیم که اعتقاد داشت هنر جز خوبی، حقیقت و زیبایی نیست. بنابراین آغشته کردن اون با سیاست عملی اخلاقی نخواهد بود. همین حرف ایشون دیدگاه بسیاری دیگه از هنرمندان تاریخ مثل آقای جیمز جویس نویسنده ایرلندی هم بود که مدافع بزرگ این عقیده بود که هنر برای هنر است، بازیچه ای نیست در دستان کثیف سیاست و علم. من دقیقا این در واقع جمله‌ای که ایشون مطرح کردن رو براتون خوندم. اما معمولا هنرمندان دسته اول، یعنی در واقع هنرمندانی که در کنار سایر مردم به اعتراض میپردازن، سعی میکنن با استفاده از هنری که دارن اعتراضشون رو نشون بدن. مثلا اگر نقاش با نقاشیش، اگر بازیگر با هنر نمایشی که داره، اگر خواننده یا شاعر با شعر و موسیقیش، و در واقع اون استعدادی که داره اعتراضش رو نشون بده. و قطعا این اعتراض و این تلاش براشون متاسفانه ارزون تمام نمیشه. و وقتی نگاه به تاریخ یا حتی اخباری که روزانه منتشر میشه میندازیم، امکان نداره نبینیم که خبرنگاری دستگیر شده، یا گوینده و مجری ممنون کار شده، یا خواننده ممنون صدا شده، یا بازیگری ممنون تصویر. مثلا اگر بخوایم نگاهی به سابقه کشور خودمون فقط از دوران قاجار به بعد در زمینه حال روز هنرمندانی که در کنار مردم و به نفع هموطنانشون دست به اعتراض زدن بندازیم، میتونیم به ایرج میرزا، میرزازاده عشقی، فرخی یزدی و عارف قزوینی در دوران قاجار اشاره کنیم، یا آقای احمد شاملو شاعر، داریوش اقبالی خواننده، غلام حسین ساعدی نمایشنامه نویس و محمود دولت آبادی نویسنده در زمان دوران پهلوی اشاره کنیم. و اگر که بیایم جلوتر، در واقع میتونیم با آقای رامین پرچمی و پگاه آهنگرانی بازیگر، خانم زهرا رهنورد نویسنده و مجسمه ساز، آقای جعفر پناهی فیلم ساز، آقای آریا آرام نژاد خواننده و آهنگساز، خانم مهناز محمدی مستندساز، آقای محمد رضا حیاتی گوینده خبر در دوران کنونی، یعنی در دوران جمهوری اسلامی ایران اشاره کنیم، که من فقط گوشه ای از در واقع این نفرات زیاد رو که وجود دارن و در جریانش هستین نام بردم، که بعضی از این افراد حتی سابقه زندانی شدن در زندان‌های ایران در دوره‌های تاریخی مختلف رو هم دارن متأسفانه. اما جا داره از تأثیر استفاده از هنر و مشهوریت هنرمند در جامعه چند مثال بیارم که علاوه بر تأثیر در جامعه، بر روی زندگی شخصی خود هنرمند هم اثرگذار بوده. مورد اول آقای رونالد ریگان آمریکایی تبار هستن که در سن 26 سالگی وارد هالیوود شدن و در کارنامه هنری خودشون حضور در 50 فیلم رو به ثبت رسوندن و به واسطه مشهوریت و معروفیتشون در انتخابات 1980 حتی توانست که آقای کارتر رو شکست بده و به عنوان 40th رئیس جمهور آمریکا انتخاب بشه. یا آقای جوزف استرادا تا قبل از اینکه به عنوان 13th رئیس جمهور فیلیپین فعالیت سیاسیش آغاز کنه، به کار بازیگری در سینما اشتغال داشت و ستاره فیلم‌های اکشن در سینمای کشورش هست که در کارنامه کاریشون بالای 100 فیلم هم کار کردن. یا خانم الیساندرا موسولینی، سیاستمدار اهل ایتالیا که در سال 2008 به مجلس پارلمان ایتالیا راه پیدا کرد و قبلا بازیگر و مدل بودن ایشون. و مثال‌های ایرانیش هم میتونیم از هنرمندان و روشنفکران عصر قاجار مانند ملک شعرای بهار، سید حسن تقی‌زاده، یحیی دولت آبادی، محمد علی فروغی، علی اصغر حکمت و عیسی صدیق که همگی در هنر و ادب نامونشانی داشتن و بعدها تحت عنوان نماینده مردم وارد مجلس و سیاست شدن نام ببریم، که در دهه‌های اخیر همین مسئله پیش اومده که هنرمندان زیادی به واسطه اون مشهوریتی که داشتن وارد عرصه سیاست بشن.
اما پرسش اصلی این هستش که حضور هنرمند در سیاست چه منافعی داشته و چه نتایجی به بار میاره؟ به این پرسش در طول چندین دهه پاسخهای مختلفی داده شده، اما مسلماً حضور هنر و هنرمند در اعتراضات به نفع جامعه و روشنسازی اوضاع کشوره. کما اینکه ما میتونیم به تأثیر هنرمندانی مثل گوته در انقلاب کبیر فرانسه یا آقای پاسترناک نویسنده کتاب دکتر ژیواگو که جزء کتاب‌های انقلابی بسیار معروف هستش اشاره کنیم، یا حتی از تأثیر فعالیت آقای ولادیمیر تاتلین که در زمان انقلاب کمونیستی روسیه به هنر خیابانی روی آوردن نام ببریم. اما از طرفی حساسیت حضور هنرمندان در آگاهی رسانی به مردم بسیار بالاست، به خصوص در زمانی که پای تصمیم گیری های مهمی مثل انتخابات ریاست جمهوری در میون باشه، چرا که بسیاری از مردم ناآگاه اما هنر دوست پیرو صحبت یک هنرمند به یک شخص رأی میدن و در تعیین سرنوشت یک کشور ممکنه که حتی اثر بعضن منفی هم بگذارن. و در طول تاریخ این مسئله رو ما شاهد بودیم و دیدیم و حتی بعدها بعضی از همین هنرمندان در زندگی نامه هایی که نوشتن یا مصاحبه هایی که انجام دادن از حضور خودشون به عنوان یک چهره سرشناس در تبلیغات سیاسی اظهار پشیمانی کردن. در پایان میخوام به صورت تیترگونه نگاهی به فعالیت هنرمندان در خصوص مسائل سیاسی و اجتماعی کشور خودمون در طول تاریخ بندازیم. البته من فقط برای نمونه چند مورد رو خدمتتون عرض میکنم. مورد اول حضور در جنبش مشروطه خواهی در عصر قاجار بود که هنرمندان خیلی فعال بودن، یعنی در بازه زمانی سالهای 1284 تا 1288. ترانه سرایی و مقاله نویسی انتقادی شاعران و نویسندگان به خصوص از عصر پهلوی به بعد، یعنی تا الان. مورد بعدی حضور هنرمندان در کمپین‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری به خصوص از دهه 1380 شمسی تا کنون بوده. همراهی هنرمندان و جمع‌آوری کمک در زمان زلزله بم در سال 1382 و زلزله کرمانشاه در سال 1397. واکنش و اعتراض اینستاگرامی بسیاری از هنرمندان نسبت به اعتراضات مردمی از حالا خرداد 1388 تا آبان 98 گرفته تا اکنون متاسفانه که ما شاهد معضلات مردم هستیم. واکنش و اعتراض اینترنتی نسبت به کمبود واکسن کرونا در کشور در سال 1399. ابراز تعصب و همدردی هنرمندان در سانحه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو در سال 1395 و سقوط هواپیمای اوکراینی در سال 1398 و همچنین ریزش ساختمان متروپول آبادان در سال 1401. اعتراض نسبت به مسائل روز جامعه مثل حجاب اجباری، ازدواج کودکان، دخترکشی و زنکشی، فقر و مسائل اینچنینی به خصوص از سال 1395 به بعد. و مورد آخر هم این که عدم همکاری بعضی از هنرمندان با صدا و سیمای ایران به علت سانسورهای بالا در برنامه‌ها و عدم شفافیت رفتاری و گفتاری با مخاطبین. این موارد تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های هنرمندان در قبال جامعه بود که در خصوص اثر مثبت یا منفی این رفتارها قضاوت و تحلیل رو بر عهده خودتون به عنوان شنونده می‌ذارم. در پایان امیدوارم که هنرمندان در مسیری که برای حضور و تأثیرشون در جامعه انتخاب میکنن با دقت باشن و فعالیتشون همسو و همراستا با برطرف سازی نیاز مردم و جامعه باشه و به خوبی از اعتماد مردم و تریبونی که در اختیار دارن برای منفعت همگانی، جامعه و منفعت هموطنانشون استفاده کنن. سپاس از توجهتون. من مایک رو رها میکنم. ممنونم از جان خانم جهانی برای سخنرانیتون. دوستان نکته نظری اگر هست خوشحال میشیم که به اشتراک بگذارید. برنامه دست ما رو راه نمایی کنید. خب.
خب در غیر این صورت میریم سراغ بخش فرهنگی جلسه امروز که سرکار خانم سامانه بیرجندی زحمتشون میکشن و به مناسبت روز جهانی عکاسی 19 آگوست برامون سخنرانی میکنم. بفرمایید خانم بیرجندی. خب عرض درود و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیز، امیدوارم که تا اینجا خسته نشده باشید. ما بریم سراغ اول یه تاریخچه از روز جهانی عکاسی مرور کنیم با هم دیگه که کشور فرانسه در واقع پیشگام بوده در دنیای عکاسی و اولین فرایندهای عکاسی خودش رو هم به جهان داده. قبل اینکه دنیا حتی فکر کنه که لحظه ای رو میتونیم برای همیشه از طریق چیزی شبیه یه عکس ثبت کنیم، شخصی به نام لوی داگر فرانسوی معجزه خلق کرده در سال 1839 که لوی داگر یه داگر اوتیپ رو اختراع کرده، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، که عمدتاً یک فرایند عکاسی بوده و این روند هم به طور رسمی توسط آکادمی علوم فرانسه به جهانیان اعلام شده. نکته جالب‌تر در مورد این اختراع اینه که دولت فرانسه این اختراع رو حق اختراع این اختراع رو خریداری کرده و اون رو به عنوان هدیه رایگان به جهان داد. این رویداد برجسته در 19 آگوست 1839 برای تمام جهان رایگان اعلام شد. از این رو هر سال این روز رو به عنوان روز جهانی عکاسی جشن میگیرن. با این حال اولین عکس رنگی با دوام هم در سال 1861 گرفته شده. عکاسی در طول زمان در نتیجه پیشرفت‌های تکنولوژی توسعه یافته، از یه جعبه ساده و تصاویر تار گرفته تا رایانه‌ها و فناوری‌های پیشرفته و عکس‌های شفاف و با کیفیت و باور نکردنی، در حالی که دریایی از تنوع از نظر رویکردها، زیبایی شناسی، زاویه و کیفیت وجود داره، زبان و ماهیت یکسان باقی میمونه و عکاسی در تاریخ نسبتاً کوتاه خود راه طولانی رو پیموده. اما اولین سلفی در سال 1839 رابرت کورنلیوس آمریکایی چیزی رو میگیره که میتونه اولین سلفی در جهان باشه. اون با دوربین خودش رو تنظیم میکنه و با برداشتن پوشش لنز تصویری رو ثبت میکنه و سپس وارد کادر میشه و پشت اون عکس هم نوشته شده اولین عکس از نور در سال 1839 گرفته شده. اولین عکس دیجیتال هم حالا حدس و گمان های از در مورد اختراع اولین عکس دیجیتال در سال 1957، یعنی 20 سال قبل از اختراع اولین دوربین دیجیتال، تقریبا 20 سال قبل از اینکه مهندس کوداک اولین دوربین دیجیتال رو اختراع کنه، این عکس یک اسکن دیجیتالی از یک عکس در اصل روی فیلمه و پسر راسل کرویش رو با وضوح 176/176 نشون میده. حالا اهمیت این روز چی هستش؟ که خب عکاسی یه وسیله ارتباطیه که به هیچ زبان تحت الفاظی نیاز نداره. روز جهانی عکاسی باعث ایجاد آگاهی به اشتراک گذاری ایده ها و تشویق افراد در این زمینه میشه. همچنین علاقه مندان رو تشویق میکنه تا احساسات، عواطف و تفکر اجتماعی خود را از طریق مهارت های عکاسی بیان کنن. در روز جهانی عکاسی عکاسان گرد هم میان تا خلاقیت و نکات ظریف عکاسی رو که سالها ما رو مجذوب خود میکنه به اشتراک بذارن. یک عکس این قدرت رو داره که یک مکان یا یک منطقه، یک تجربه، یک فکر را در زمان ثبت کنه. به همین دلیله که میگن یک عکس ارزش هزار کلمه رو داره و احساسات رو فوراً و گاهی مؤثرتر از کلمات منتقل میکنه. با پیشرفت‌های سریع در فناوری دوربین به یکی از روش‌های اصلی ارتباط در دنیای دیجیتال تبدیل شده. به عنوان یک رسانه تصویری، عکاسی و عکس را در مورد دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم آگاه‌تر می‌کنه. و در انتها عکاسی یکی از
مهمترین رسانه‌های داستان سراییه و در واقع یک عکاس میتونه بیننده رو وادار کنه که جهان رو همانطور که عکس میبیند ببیند. عکاسی میتواند بلافاصله عبارات، احساسات، ایده ها و لحظات رو ثبت کنه و اونها رو برای نسل‌های آینده جاودانه کنه. یک عکس خوب اغلب بی زمان است. عکسی که فردا گرفته می شود هنوز هم می تواند برای 100 سال مورد قدردانی دیگران باشد. ممنون که به من گوش دادین. من مایک رو ممنونم از شما. خانم بیژندی برای بخش فرهنگی. خب اگه موافق باشید بریم سراغ بحث آزاد امروز که قراره در مورد ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت کنیم. همه آزاد و برابر به دنیا آمدن، تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند. با توجه به اینکه این موضوع شامل موارد زیادی میشه، ما امروز فقط به بحث هنری میپردازیم. با توجه به اینکه ما کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان هستیم، سعی می‌کنیم این موضوع رو در این بار در موردش صحبت بکنیم. من فکر کردم که با دو تا سوال شروع بکنیم بحث رو. آزادی و برابری برای هنرمندان و دیگر افراد جامعه رو چطور میبینید؟ آیا بین دیگر اشتغال ها بگم بهتره یا دیگر همون دیگر افراد جامعه چگونه است و برای هنرمندان چطور میبینید این حق آزادی و برابری رو؟ ممنون میشم که در صورت تمایل مشارکت بکنید. مورد بعدی که میتونیم بهش بپردازیم آزادی و برابری بین هنرمندان زن و مرد. با توجه به اینکه همین اخیراً هر گونه استفاده از زن در تبلیغات تلویزیونی ممنوع شد، که این به نظر خودش یکی از مواردیه که این آزادی و برابری رو نقض میکنه و زیر سوال میبره. اگر از دوستان کسی دستش چون نه بله بفرمایید خانم بیژندی. درود مجدد. من راجع به سوال اولتون خانم دژم، در واقع حالا اگه درست متوجه شده باشم فرمودین که برابری بین دیگران و هنرمندان. من معتقدم هنرمندان جدا از جامعه نیستن، یعنی همون جامعه هن در واقع. حالا شاید کار خاصی انجام بدن و هنری یا خلاقیتی داشته باشن، اما از نظر افراد یک جامعه برابرن، یعنی اونها هم از همون امکاناتی که توی کشور ما هست، حالا که خیلی کم هستش، به همون اندازه در واقع بهره میبرند. و در مواقعی هم که من فکر میکنم اگر اعتراضی هم داشته باشن باهاشون همون برخورد میشه که با مردم عادی میشه. البته این نظر شخصی من هستش، من نمیتونم یعنی تفاوتی بین یعنی اسم دیگران بذارم، هنرمندان و دیگران. من فکر میکنم که همه از یک جامعه و همه با همدیگه برابریم. نظر من این هست. مرسی که زمانو به من دادی. مرسی از شما. ولی به نظر من ما هنرمندا در واقع یه فرق کوچکی با ولی با بقیه اخشار جامعه داریم. مثال بخوام براتون بزنم، بیمه هنرمندانه که با بقیه اخشار جامعه فرق میکنه. بیمه هنرمندان اصلا یه پروسه خیلی خاصی داره توی ایران و به هر هنرمندی تعلق نمیگیره، بعد شامل کلی چیزا میشه که بقیه بیمه، یعنی به این صورت نیست. مثلا اگر بیمه ها
به صورت کلی چه مثلا موارد دندون پزشکی، رادیولوژی، فیزیوتراپی این چیزا شامل میشه، بیمه که بر هنرمندا در نظر میگیرن شامل این موارد نمیشه. این یکی از مواردیه که فرق واقعا بین هنرمندان و دیگر اقشار جامعه. خانم باجلان بفرمایید. خانم بیژن لطفا مایک رو برشون باز میکنید. درود مجدد. در مورد سوالهایی که پرسیدین خانم دژم، دو تا سوالی که مطرح شد و صحبتهای خانم بیژندی، دو تا موضوعی که اعتراض داد، یکی حقوق برابر هنرمندان توی جامعه فعلی ما. در مورد اعتراضات یک ذره‌بین پررنگتر و بزرگتری روی هنرمندا هست به خاطر محبوبیتی که توی جامعه دارند. اگر اعتراض کوچکی هم بکنن برخورد بیشتری باهاشون میشه به نظر برابری. هنرمند ها متاسفانه من صداتون رو ندارم خانم و بقیه دوستانم به همین صورت هست. دفعه میخوام به بیژندی. نه حالا تا صدای خانم باجلان دوباره بکنم افتادم بیرون از اتاق. نه هست. نه هنوز هستن ولی آره ولی صدا فرام اینترنتشون ضعیفه. من میخواستم یه موضوع دیگه بگم. این که شما فرمودید از لحاظ بیمه، خب باز هم من اونو میگم که هنرمندانی که شرایط بیمهشون اگر بخواد در نظر بگیریم یا خیلی مسائل دیگه، باز هم مثل اون دسته از افراد جامعهمون هستن که این شرایط رو ندارن. میدونید مثلا ببینید برای کارمندان دولت یا کارمندایی که تحت بیمه حالا اون شرکت‌های خصوصی هستن، خب این یه چیزی تساوی بین تمام این افراد. اما ما بسیاری از مشاغل داریم، یعنی فقط هنرمندان نیستن، بسیاری از مشاغل داریم در ایران که اونا هم تحت حمایت بیمه نیستن. حالا یا نمیدونم شرایط بیمه به چه صورت کارفرما یا خودشو بیمه کنن یا هر چیزی. منظور من از این بابت بود که برابرن، میدونید، یعنی یه تفاوتای همیشه بین خیلی از اقشار جامعهمون هست که این حالا شامل حال هنرمندامون هم میشه. بله درست میفهمه. بفهم خانم باجلا. صدای من هست؟ بله عزیزم. صدای من رو دارین دوستان؟ بله بله. من صحبتی که داشتم کردم که فکر کنم صدام نیست با توجه صحبت‌های شما و سرکار خانم بیژندی. ببینین اتفاقی که در مورد هنرمندان با توجه به اینکه بله با قشرهای مختلف جامعه هم میتونیم در یک سطح قرارشون بدیم، منتها ذره‌بین بزرگتری روی هنرمندان هست از جایگاه اعتراض اگر قرار بگیرن و در جایگاه صحبت کردن، که نمونه هاش رو هم این روزها خیلی زیاد داریم میبینیم، واکنش بیشتری به سمتشون میره و بیشتر تحت فشار قرار میگیرن نسبت به قشر معمول جامعه. یکی این مسئله و در مسئله برابری یک تیکه‌ای رو با خانم بیژندی موافقم که این بحث بیمه برای همه افراد جامعه شبیه به همه به جز کسانی که حالا دولتی هستن یا به منبع خاصی متصل هستن، اما نمیشه این رو در نظر نگرفت که هنرمندان متاسفانه در ایران اگر در اون بازه زمانی که در اوج کار خودشون هستن شغل به کاری برای خودشون نکنن، شغل دومی نداشته باشن یا به آیندهشون خودشون فکر نکنن، متاسفانه اون زمان رو که از دست بدن، از اون زمان که بگذره با مشکلات معیشتی و مشکلات بیمه و سایر چیزها متاسفانه برخورد میکنن. این تفاوتیه که میشه دید توی قشر هنرمندان جامعه با بقیه اقشار. مرسی از زمان که دارید. مرسی از شما. در مورد این موضوع من صحبت میکنم چون من خودم پیگیرش بودم زمانی که ایران بودم و خیلی دنباله بودم که بر خودم این اتفاق بیفته و همین در جریانش هستم و
یک فرق خیلی بزرگی که وجود داره این که اگه شما بخواید زیر مجموعه در واقع بیمه قرار بگیرید، حالا بعد بقیه ارگان ها شاید به این صورت نباشه، ولی برای هنرمندا اینجوریه که باید یک رزومه کاری خیلی پر پیمونی داشته باشن، سالهای متمادی کار کرده باشن. خیلی شامل خیلی موارد خاصی میشه که شما باید اون شخص باشید تا بتونید تازه اقدام کنید برای بیمه و اونها موارد رو بررسی کنن که ببینن آیا اصلا این بیمه شامل حال شما میشه یا نمیشه. و این اون چیزی که من همیشه تو ذهنم بود و به نظرم خیلی جالب نیومد هیچ وقت. آقای علی عزیزی بفرمایید. دوستان مایکشون رو باز میکنید. سلام علیکم به همکاران عزیز. من میگم این هنرمندا به چند دسته تقسیم میشن. یه سری هستن که تو صدا سیما دارن کار میکنن، زیر چتر حکومتی هن. اگه بخوان زبان ملت باشن که مثلا ملت یه فشار رو میکشن بگن از کار اخراج میشن، و اونایی هم که آزادن در جا سرکوب میشن، واقعا داره حقشون نقض میشن. ممنونم. بله کاملا درست میگید و الان که داریم به این بحثش هم کنیم یادم افتاد که باز هنرمندایی هم که توی خود صدا سیما فعالیت میکنن باز به دو دسته تقسیم میشن، اونایی هم که قراردادی هست و اونایی هم که استخدام میشن. مثلا اونایی که قراردادی هست اصلا تحت شرایط بیمه شامل حالشون نمیشه، باید چند سالی در صدا سیما فعالیت بکنن و حد به حد نصاب اون رزومه که مد نظر بیمه هنرمندان هست برسن و در نهایت شاید شامل حال بیمه بشوند. خانم آیدا بفهمه. سلام و وقت بخیر. من آیدا رضایی هستم، تازه وارد به کانون دفاع از حقوق بشر. خیلی خوشحالم که وارد کانون شدم و اینکه موضوعی بودش در مورد آزادی. این موضوع آزادی رو امروز من داشتم راجع بهش تحقیق می نوشتم و یک سری چیزها رو راجع بهش با دوستان صحبت می کردم. یکی از دلایلی که وارد شدم و من هم صحبت بکنم این موضوع بودش. اما در شما گفتی در مورد حقوق حق و حقوق و آزادی و بین مردم عادی و بازیگران. به عقیده من بازیگرها خیلی توی منگنه هستن و دلیل داره. دلیلش هم اینه که چرا مثلا به یه مهندس گیر نمیدن بابا برای خونه زندگی، برای خوردن، برای خوابیدن، برای طرز پوشش، چرا به یه دکتر گیر نمیدن؟ چرا اون بازیگری که به عنوان شغل دیگه داره کار میکنه مثل بقیه افراد جامعه که احتیاج به حقوق، احتیاج به پول، احتیاج به آزادی داره، چرا یه بازیگر وقتی میره توی رستوران آزادی نداره؟ چرا وقتی میره خرید میکنه مدام روش زوم میشه و اینکه مدام بهش میگن مراقب باشا، مراقب صحبت کردنت باش، مراقب طرز پوششت باش، مردم به تو نگاه میکنن. همیشه برای من سوال بوده چرا بازیگرها اینقدر روشون زوم میشه. خب اونا هم مثل ما آدمهای عادی هستن، مثلا نیومدن که از جای دیگه، از دنیای دیگه، از جهان دیگه بیان که حالا همه مردم زوم بکنن روشون. اینا صرفاً به عقیده من صرفاً مانند ما آدم‌های عادی احتیاج دارن کار کنن، علایقشون بوده، دوست داشتن که توی این حرفه و توی این رشته کار کنن. و اینکه مدام زوم کردن و مدام به عقیده من به مخاطره انداختن زندگی اینجور افراد به نظرم خیلی بی‌انصافی هستش. خواستم این موضوع رو فقط بیان کنم. مرسی که مایک رو در اختیارم قرار دادید. ممنون شما. اول اینکه خوش آمد بهتون میگم به کانون دفاع از حقوق بشر. امیدوارم که خوب براتون پیش بره همه چی. اینجا دو تا مسئله هست که اینجا من در موردش میتونم صحبت کنم، در مورد بحثی که کردی در مورد بازیگرها.
دلیل اصلی که اینها به این سبک به این سمت در واقع کشیده میشن اینه که از یک پلتفرم شناخته شده سینمای صدا و تصویر جمهوری اسلامی دارن دیده میشن. این به این دلیله که روشون زومه. ولی چرایی این به نظر من به این برمیگرده که متاسفانه فرهنگ سازی درستی در مورد برخورد با بازیگرها تو ایران نشده. یعنی اگه جاهای دیگه دنیا تو مکانهای عمومی بازیگرها رویت بشن کمتر باشون برخورد میشه، حالا چه مردم چه آدم هایی که بالاخره دستن در کاران هستن. ولی اون بحث این که زوم میشه روشون به لحاظ پوشش و همه این داستان ها که اون هم از شرایط جمهوری اسلامی میاد و متاسفانه چیز جالبی نیست. بفرمایید خانم بیرجندی. ممنونم از تایم دوباره که به من دادین. در مورد قضیه اولی که باز صحبت کردیم، خب همه ما معتقدیم بر این که و این واقعیتی هست در کشور ما که کلن نظام در واقع اون سیستم کاری یا اون نظامی کاری که هستش در کشور ما کلن همه چیز غلط و اشتباهه. برای همین این اشکالات و این اتفاقات برای اقشار جامعه پیش میاد، از چه از لحاظ بیمه، از لحاظ کار، بازنشستگی و اینجور مسائل که حالا خب هنرمندانم به گفته شما شامل اون دسته هستن و این از ریشه خرابه. اما موضوعی که دوست عزیزمون خانم آیدای عزیز گفتن، من چند تا نکته رو بگم کوتاه. اول اینکه من نوعی، مثلا من سمان بیرجندی، شاید مثلا به اندازه دوستای اطرافیانم یا فامیل باشه کسایی که منو میشناسن و آشنا هستن با من، اما یه هنرمند میلیون ها نفر میشناسنش، یک ایران در واقع میتونیم بگیم میشناسن، کسایی که حالا فیلماشونو میبینن و دنبال کنندشون هستن یا اونها براشون محبوب هستن، سلبریتیشونن در واقع. خب این یه چیز کاملا طبیعیه که زیر ذره بین باشن، زیر نظر باشن. و اینکه حالا در تمام دنیا من فکر کنم طرفدارای هنرمندا به همین شکل هستن، یعنی وقتی ببیننشون دوست دارن حتی تو خیابون عکس بگیرن ازشون، فیلم بگیرن یا ازشون امضا بگیرن. خب این یه چیز طبیعیه، حالا با این مسئله زیاد من کار ندارم، ولی از لحاظ این که چرا این اتفاق میفته، خب این کاملا طبیعیه چون که بیننده اون آدم ها و اون آدم ها بسیار شناخته شده هستن توی جامعه ما. اما نکته دیگه که میخواستم بگم، اتفاقا از بعضی لحاظ درسته، من راجع به صدا سیما صحبت نمی کنم و چون من دیروز اتفاقا یه عکسی دیدم خیلی بر من جالب بود که توی استودیوی توی صدا سیما دو تا مجری خانوم داشتن اخبار رو اعلام میکردن، یکی برای شبکه العربیه نمیدونم چی اینجوری بود، یکی هم خانوم مجری بود که برای تلویزیون خود ایران داشت، هر دو توی یه استودیو و داخل ایران بودن در صدا سیما. اون خانوم چادر اینجوری سرش کرده بود، حجاب کامل، ولی اون خانومی که داشت برای شبکه دیگه اخبار رو اعلام میکرد یه لباس، یه مانتوی تنگ پوشیده بود و یعنی واقعا با اون چیزی که استانداردهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی متفاوته. اما من مثلا اکران فیلم ها رو که وقتی میبینم، نمایش اکران رو میبینم، هنرپیشه ها میرن، هنرمندامون میرن، من خیلی جاها فکر میکنم اتفاقا به این که، البته بگم اصلا من مخالف نیستم و 100% با آزادی افراد موافق 100%ام از آزادی که چی بپوشن چی کار بکنن، اما وقتی میبینم تو خیابون به یه دختری که اینقدر رو سریش رفته عقب گشت ارشاد میگیرد، ای سوار گشت ارشاد که مادرشون جوری بهش میگه بچه هم مریضه نگه داری و توجه رو میکنن، وقتی لباسای این هنرپیشه ها رو توی اون زمانی که میان برای اکران نمایش میبینم، اتفاقا باز هم اینجا اون تفاوت رو متوجه میشم که اونم من نمیفهمم چیه داستانه. مرسی، ممنون که وایکو به من دادی. ممنونم از شما. بله واقعا من تا حالا چخ ندیدم که یک گشته ارشاد یه هنرمندی مثلا ورده ببره، چون یه سری
مال ها بودن توی تهران که طبقه بالاشون سینما بود و همچه اکران خصوصی ها و عمومی هایی که با حضور بازیگر بود اونجا برگزار شد و دم در این مال ها همیشه این گشته ارشاد و خانوم ها یک چادری اینا وایستاده بودن. بقیه مردم عادی هم گرفتن ولی به اونا کاری نداشتن. خیلی عجیب بود راست میگید. حالا یادم بود. بفهمید آقای مانوی. آها درست اجازه بده من اینو ببرم اون یکی. بله سلام مجدد خدمت همه همکاران عزیز. من میخواستم یه مسئله رو مطرح بکنم. بحث بیمه شد، میخواستم ببینم آیا حالا کسانی که توی کمیته هستن آیا برای هنرمندا بازنشستگی تعریف شده هست یا نه؟ ما آیا دوره بازنشستگی برای یک هنرمند داریم یا نه؟ حالا شاید یک دوره‌ای بتونیم اسمشون رو بزنیم که دیگه واقعا اصلا توانایی انجام کاری ندارن، یه کلمه‌ای داشت فراموش کردم. اما ما میتونیم، یعنی اصلا کلا برای هنرمندان دوره بازنشستگی تعریف شده یا نه؟ بعد از یک طرف دقیقاً دوستان اشاره کردن اینکه حتما هنرمندا باید قبل از هر چیزی فکر یک سرمایه گذاری باشن، یعنی حتما در کنار کارهاشون، چون اکثر هنرمندامون کارهای آزاد دارن. حالا صدا سیمایی ها که حالا باز به عنوان کارمندان محسوب میشن، اما اکثر کارهای هنرمندان کشورمون قراردادیه. البته فکر کنم تقریبا همه دنیا اینجوری باشه، اکثرا قراردادیه. اما این که حالا پولهاشون رو دقیقا به چه نحو باید سرمایه گذاری بکنن که توی دوره‌ای که دیگه قابلیت انجام کار هنری ندارن به چه نحو اینها رو مصرف بکنن. بعد از یه طرف اتفاقا من میخواستم یه نکته اینجا مطرح شد، خیلی جالب بود، من هیچ وقت خودم به این موضوع فکر نکرده بودم. اون هم این بود که خیلی وقتا توی درآمدهایی که هنرمندا کسب میکنن بقیه مردم یه جور به شکل خیلی بدی برخورد میکنن، وای چرا همچین درآمدی داره. اما دقیقا فکر کنم خانم مهدی فرمودن همونطور اینها باید، اینها سرمایه های سالهای بعدیشون هم هست، باید از این زاویه هم نگاه بکنید که هرچی که کسب کردن توی همون دوران اوج هنریشون هست و هرچی از لحاظ مالی هرچی تونستن کسب کنن همون موقع هست و بعدا اینا باید برای بعدن هم سرمایه گذاری کنن. من دوباره سوال اولم رو مطرح میکنم، آیا دوره بازنشستگی برای هنرمندا تعریف میشه و ما باید مثلا بگیم که از فلان سن، یا نه هنرمندان رو میتونیم برای همیشه توی اون مسند هنری تصور بکنیم؟ مرسی بابت وقتی که بنده دادید. مرسی از شما. تا جایی که من اطلاع دارم آقای مانیری، بحث بازنشستگی برای هنرمندان اینجوریه که اگه تحت پوشش اون بیمه هنرمندان قرار بگیرن از یه سنی که بگذره، مثلا چه میدونم 60 سالشون بشه 65 سالشون بشه، میتونن درخواست بکنن برای یه حقوق بازنشستگی و یک ماهیانه حقوقی دریافت بکنن، اونم در صورتی که خودشون بخوان. ولی یه مسئله جالب دیگه اینجا وجود داره که اگه همه بهش دقت کرده باشین، بازیگری توی ایران خیلی کم شنیدیم که فلان بازیگر بازنشسته شد دیگه کار نمیکنه. من به شخص واقعا خیلی کم شنیدم اینو. بیشتر اینجوری شد میشنویم که فلان بازیگر ممنوع تصویر شد، ممنوع کار شد، یا اصلا نیست. چرا نیست هیچکی نمیدونه، اصلا بهش پیشنهاد کار داده نمیشه. حالا نه اصلا ممنوع تصویر نمیدونه، اصلا بهش پیشنهاد کار نمیدن. سالیان دراز میگذره و واقعا هنرمندان بیشمار مخصوصا خانم ها هستن که اصلا پیشنهاد کار ندارن، یعنی یکی دو بار دو سه تا متن بهشون پیشنهاد میشه، خب به دلایلی اون متن مورد علاقهشون نیست یا دوست ندارن اون متن کار بکنن و دیگه میره. یعنی من یه برنامه بود که میدیدم چند تا خانم بازیگر با هم صحبت میکردن، یک نفرشون که اتفاقا خیلی هم سن و سال زیادی نداشتن گفت من آخرین باری که بازی کردم 13 سال پیش بود، توی این فاصله 13 سال دو تا متن بهم پیشنهاد شد و من قبولش رو نکردم. الان واقعا نمیدونم این خانم جز بازنشسته هاست، جز کنار گذاشته شده هاست یا چیه، تکلیفش به عنوان یک انسانی که شغلش بازیگره چیه واقعا.
چون حالا نمیدونم خیلی به بحثمون مربوط نمیشه، ولی این مافیای بازیگری که خب توی ایران وجود داره متاسفانه یکی از مواردیه که خیلی عجیب کار و کاسبی و در واقع درآمدزدایی این بازیگران رو تحت شعاع قرار داده. یعنی یه سری بازیگر شناخته شده خوب سوپر استار داریم که حالا به دلایلی اصلا دیگه کار نمیکنن. میری نگاه میکنی میری نه اصلا نه ممنوع تصویر نه هیچ مشکلی داره، فقط کسی بهش کار پیشنهاد نمیکنه. خیلی عجیبه واقعا. موضوعی که بهش کمتر پرداخته شد در مورد بانوان بود در تلویزیون ایران، که حالا میتونیم به مسئله میتو هم اشاره بکنیم، که من همین الان داشتم یه مطلبی رو میخوندم که یک نفر از آقای مسعود دهنمکی یک خانم جدیدن شکایت کرده به علت تعرض جنسی و خیلی عجیب بود برای متاسفانه. بعد خودش داشت وقتی داستان شدش توضیح داد گفت وقتی من داشتم در مورد تعرض جنسی میخوندم تازه فهمیدم اتفاقی که بر من افتاده نهایتش یعنی بدترین نوع تعرض جنسیه که برش اتفاق افتاد. این یکی از اتفاقی که متاسفانه تو ایران به صورت خاص بر هنرمندان میفته. حالا کاری ندارم که دارن چجوری باش برخورد میکنن یا هنرمندها اصلا چجوری خودشون در قضیه عنوان میکنن، میذارن 20 سال از این مسئله میگذره بعد رو جلوش حرف میزنن، خیلی اصلا حرف نمیزنن، یه سری حرف میزنن یه سری دیگه میان نقدشون میکنن که چرا الان میای حرف رو میزنی. یکی از مسئله که ارزم به برابری در مورد عدم برابری در مورد بانوان تو سینما ایران بهش اشاره کرد و اینکه زنها بانوان خانمها دارن از تبلیغات تلویزیونی حذف میشن و چه بسا از خود فیلمها و سریالهای تلویزیونی حذف بشن. من یه ویدیو دیدم که آقای زرقامی توی یک بخش توی یک اکران ویژه یک فیلم حضور داشتن، هیچ کدام از عوامل زن این فیلم وجود نداشتن، فقط آقایون بودن و عجیب تر اتفاق بود که میتونست بیفته. توی سینما میری اکران خصوصی فیلم، هیچ کدوم از عوامل زن حتی بازیگرها اونجا حضور ندارن. خیلی اتفاق عجیبی داره میفته. یعنی قشنگ معلومه که کمکم دارن بانوان هنرمند رو به هر شکلی شده حذف میکنن. خانم بیژندی بفهم. سپاس مجدد. خانم دژم عزیز، سوال دومی که فرمودین راجع به تبعیض بین بانوان و آقایون بود، درسته؟ بله خانم. خب این آره دقیقاً این که کاملا مشهوده. من اگه یادتون باشه چند ماه پیش یه سخنرانی داشتم در مورد همین اتفاقاً، که چطور چهره زن ایرانی رو در سینما و تلویزیون ایران نمایش میدم. خیلی جالب بود. یعنی من هنوز تو ذهنم هست اون چیزایی که از اون سخنرانی اعلام کردم، که اول از همه در پوشش که بخوایم در نظر بگیریم که این که 100% از لحاظ پوشش و سانسورایی که روی خانوما توی فیلم ها انجام میشه موقع حالا ادیت فیلم یا پخش فیلم سانسور میکنن و آقایون، این کاملا مشخصه. اما نکته دیگه ای که بود در واقع نقش خانوم ها، نقش بانوان در فیلم ها بود، همیشه ضعیف ترینه. یعنی دقیقا عین همون ایدئولوژی که خودشون دارن، ضعیف تره، باید بهش کمک بشه، مریضه یا نمیدونم حالا هرچی، و اون نقشای بلده درسته و حالا جنگجوه جنگنده برای اون آقا رو میذارن توی اون فیلم، و اون خانم رو انقدر ضعیف جلوش میدن که در آخر حالا اکثر فیلممون هم نگاه کنیم به هر طریقی میخوان این رو وابسته به خود اون مرد اون فیلم بکنن در هر صورت. یعنی نشون بدن که اون زن قدرتی نداره، اگرم بتونه کاری بکنه بازم به کمک یه مرده. خیلی به ندرت شاید ما فیلمایی داشته باشیم که نقش مهم اون فیلم اون زن باشه و اون زن یه زن توانمند نشون بده. خیلی به ندرت، نمیگم اصلا نداریم، داریم اما خیلی کم داریم. و یه نکته دیگه هم حالا در این مورد که گفتیم در مورد هنرمندان، ببخشید من زیاد طولانی صحبت میکنم، کوتاهش میکنم، در مورد هنرمندان یه چیز جالبی که همین چند روز پیش اومده در مورد آقای علی کریمی، فوتبالیست هستش، حالا
همون انتظاری که مردم از سلبریتی ها دارن در واقع که یه جورایی از مردم هم یا حرف مردم رو بزنن، این آقا هم اومد و حرف خیلی قشنگی زده بود و خوشحالم از اینکه خیلی حمایت شد، حرف خیلی قشنگی زده ولی بدون هیچ دادگاهی، بدون هیچ محکمه‌ای، بدون هیچ حکمی تمام عکساش و بیلبورداش و همه رو از سطح شهر شهرداری تهران دستور دادن و برداشتن و این واقعا جای تأسف داره که اگر ما بخوایم به این صورت ادامه بدیم واقعا نمیدونم کار به کجا میرسه. مرسی، متشکرم. ممنون از شما. بفرمایید آقای ماریوی. ممنون. میخواستم یه مطلبی، حالا بحث زنان پیش اومد، اتفاقا یه خودبیلو من راجع به مشکلات زنان، نه به عنوان هنرمند، مشکلاتی که بازتابیده میشه، حالا نه تنها هنرمندان زن دارن حذف میشن بلکه مشکلات اونها هم حذف میشه از توی سینما. بسیاری از مشکلات زنان، جامعه ما توی سینما نمیشه کامل، یعنی اصلا کلن تابو محسوب میشه، توی سینما نمیشه به نمایش گذاشته بشه، اما برعکسش از اون طرف کامل مشکلاتی که آقایون دارن به نمایش گذاشته میشه، خود به خود نسبی از جامعه به قول شما دارن حذف میشن، چه از بین هنرمندا، چه از از محتوای تولیدات هنری. و حالا این اتفاق عرض کردن، حالا خود به خود به خاطر اون ایدئولوژیه که پشت حکومت جمهوری اسلامی هست و اون تبعیضاتی که قائل میشن. حالا این که چرا کلن زنان رو در حال حذف کردن هستن که حالا صحبت زیادی راجع به این مسئله شده و حالا دیگه الان مجالی برای اون صحبت ها نیست. مرسی، ممنون بابت وقتی که بنده دادید. ممنون از شما. اتفاقا خانم بیرژندی که داشتم گفتم من یادم افتاد، به اتفاقا چند تا فیلم داریم که تو سینما ایران اخیرا هم شدن، توی مثلا یک دهه گذشته ساخته شدن و خیلی فوکوسشون رو زنها سن، که چقدر زنها قدرتمند و توانمند و یک تنه مثلا بار زندگی رو به دوش میکشن چون شوهرش معتاد بوده، مرده یا هر چیز دیگه ای، و انقدر فیکه که ماهایی که تو جامعه زندگی کردیم و از نزدیک لمس کردیم میفهمیم که بابا اصلا همچین چیزی وجود نداره، اصلا همچین اجازهی وجود نداره. چرا الکی هی میخواییم بگیم که ما خیلی خفنیم با این کسایی نیستیم؟ اتفاقی که غم‌انگیز به نظر. یه فیلم دیگه هم بود آقای مانیلی گفتن، در اسمش فکر میکنم مستانه هست، در مورد یه خانومیه که بهش تجاوز شده و یکی از دوستانش که وکیله ازش خواهش میکنه که شکایت بکنه کار خودش رو، یعنی اتفاق که برش افتاده به دادگاه ببره و حقش رو بگیره. و واقعا من تا این فیلم رو نفهمیدم، یعنی بالاخره اون خانومی که این اتفاق برش افتاده و به حقش رسید یا نه، ولی شنیدم که خیلی از فیلمه خیلی زیادش که سانسور شده بود، فرمان که خانم بیرجدی میگن نه، نمیدونم برای چی گل به خودی میزنن، چرا اینجوری میکنم با خودش. موضوع دیگه که میتونیم در موردش صحبت کنیم، اگر چیزی به ذهنتون میرسه بفرمایید آقای مانید. مرسی. من اتفاقا حالا چون اول کار پیش از اینکه شما صحبتتون شروع کنید موضوع بحث رو که دیدم، در واقع یه سوالی همیشه توی ذهن من هست و اتفاقا دوست دارم الان که دوستان بیشتر توی حیطه هنری بیشتر فعال هستن نظر خودشون بیان بکنن، و اون هم اینه که هنر به نظر دوستان ذاتیه یا اکتسابی؟ من چندین سوال در پی این دارم، اما اول از همه دوست دارم نظرات دوستان رو بدونم که حالا اگر ذاتیه و یا اگر اکتسابی به چه نحو باید، حالا من یه پیش مقدمه میگم راضی به اونها، اینکه اگر ذاتیه ما چطور به چه نحو باید استعدادیابی کنیم. حالا عرض کردم چون بحث همه برابر به دنیا میام، آزاد و برابر به دنیا میام، من این مسئله رو مطرح میکنم، به چه نحو باید پرورش بدیم این هنر رو، نه که به چه نحو در اصل، حالا چجور باید استعدادیابی بکنیم و
اگر اکتسابیه تا چه حدی باید به هر کسی اختصاص داد. این باید مثلا از طرف خانواده ساپورت بشه صرفا یا نه از طرف دولت 100%، حالا یه مقداریش. چون من الان میخوام خدمتتون عرض بکنم، حالا این مسئله که مطرح کردم، خانواده انسانهایی که توی سینما هستن بیشتر باز توی خود سینما میمونن. ما خیلی از پدران فرزندان میبینیم که توی سینما توی حیطه نمایشی فعالیت میکنن. آیا این از ژنیه که نسل به نسل گشته یا نه از فرصتهایی که نسلهای بعدی به واسطه نسلهای قبلی داشتن؟ من این یه سوالی بود که همیشه توی ذهنم هست و دوست دارم واقعا نظرات دوستانو بدونم. ممنون بابت وقتی که من دادید. ممنون از شما بر سوالتون. من اتفاقا خیلی وقت پیش مقاله خوندم در مورد این موضوع با عنوان اینکه آیا هنر وراثتی است، که اتفاقا هست، مثل اینکه همطور که خیلی چیزهای دیگه، چه می‌دونم رنگ چشم و چپ دست یا راست دست بودن و این چیزها میتونه وراثتی باشه، هنر هم میتونه وراثتی باشه. و اتفاقا هم که اشاره کردیم، ما خیلی از خانواده ها رو داریم که از پدر به پسر، مثل آقای استاد شجریان که الان پسرشون هنرمند، مثل فرزندان مهران مدیری که جفتشون تو حیطه هنری دارن فعالیت میکنن، مثل پسیانی، فرزندان آتیلا پسیانی که چون مادر آقای پسیانی هم باز خودشون بازیگر بودن، پسرشون نواهاشون انگار اینجوری همه نسل به نسل این اتفاق داره برشون میفته. و من فکر می‌کنم علاوه بر اینکه وراثتی هست، اینها یک استعدادی دارن که به موقع شناخته میشه یا بهتر شکوفا میشه و به ظهور در میاد. یعنی اینکه مثلا این بچه‌های آقای شریفینیا، دختراشون مهراب و اینا از وقتی خیلی کوچیک بودن که هنوز مدرسه و اینا نمی‌رفتن دارن فیلم بازی میکنن، یا دختر آقای جهانگیر کوسری، باران کوسری، اینا از خیلی دقیقاً از همون بعد به فکرم تولدشون توی این فیلم ها هستن. حالا هم به نظر من این وراثتی بهشون رسیده، کم و زیادش رو نمیدونم، ولی تو موقعیتش از همون ابتدا قرار گرفتن که بتونن از حالا این استعداد و تلنتی که دارن، چه وراثتی چه اکتسابی، استفاده کنن به نحو احسن. و چقدر خوب واقعا برای این آدم ها که اینو دارن. ولی خب از اونجایی که خانواده هنرمند ها اصولا، چه میدونم، نمیدونم به واژه درستی یا نه، جز به روشن فکر ها هستن، یعنی به نظر من خانواده ای که مادر و پدر هنرمند ها، اینجاق بچهشون رو مجبور نمی کنن که چون ما بازیگریم تو هم باید بیای بازیگر بشی، ما مثلا موسیقی داریم تو هم بیای تو هر میتیه، و دست بخون بچه هاشون رو باز میزن اصولا توی انتخاب. و خیلی هم از هنرمنده هستن که بچه هاشون اصلا واقعا نه استعدادش رو داشتن نه دلشون خواستن، نه خانواده‌هاشون مجبور شدن و اصلا سراغ این وارده، یعنی اصلا حیطه هنری نشدن. اما در مورد خانواده هایی که اینجوری نیستن، یعنی آدم هایی که دوست دارن اکتسابی به دست بیارن هنر رو، نمیدونم واقعا. ممنون شما اگه کسی نظری داد راجع به موضوع با ما به اشتراک بذاره. بفرمایید آقای منیری. ترجیحاً آقای نوروزی بفرمایید که حالا بعد من صحبت هم کنم. بله، دسترسیشون رو باز میکنید لطفا. دوستان سلام، وقتتون بخیر باشه. خسته نباشید. سلام جناب آرد، خیلی خوش اومدید. مرسی، متشکرم. اتفاقاً سوال خیلی خوبی بودش در رابطه با بحث آزاد. دونم هست همه آزاد و برابر به دنیا اومدن. خب یه نگاه کنیم روی این تاریخچه‌ای که این عزیزانی که الان دارن، حالا مثلا بحث بی احترامی و اینا نیستش، حالا یکی مثل خانم پرشیفته فراهانی، عقبش رو نگاه کنید ببینید که به کجا بسید. و من چند وقت پیش بود یه مطلبی خوندم، بالای 2 میلیارد 3 میلیارد طرف باید پول بده تا بخواد بیاد مثلا حالا توی یه فیلمی یا مثلا حالا یه سکانسی، یه قسمتی، یه چیزی بخواد بازی کنه. پس اینجا میبینیم که برابری بین قشر عادی
و قشر غیر عادی، خب منظورم همین هنرمنده و اینجا اصلا وجود نداره. اونا خیلی راحت اگر که اونا شما فرمودید اگر بچهشون تمایل داشته باشه خیلی هم راحت بهشون میگن، همه هم دوست دارن، خب به قول من بچه ها خوشبخت باشن دیگه، میگه بابا تو این مسیر اگه قدم بذاری به قول معروف هم پولش هستش، هم معروفیتتو داری، هم ایکس رو داری، هم ایگرگ رو داری. پس به جای اینکه بخوای 16 سال 17 سال درس بخونی احتیاج هم نیستش دانشگاه بری، دانشگاه هنر رو تمومش کنی و چی میگن، یا من خودم بهت یاد میدم، 4 تا پارتی هم این برانور دارم، به قول معروف خودم میشه یه بازیگر. یا یه نگاه بندازیم رو دانشگاه‌هایی که الان دانشگاه‌هایی که مخصوص هنر هستش، چند نفر از اون دانشکده‌ها میشن بازیگر، میشن هنرمندی که واقعا همه مردم میشناسن، و چند نفر میشن مثل خانم شما فرمودید دختر آقای شریفی نیو. خب اینا اصلا چیزی به عنوان تعادل و برابری وجود نداره. هر کسی یعنی الان توی دولت جمهوری اسلامی به این صورته، نه فقط بحث هنر، در تمامی موارد هر کسی هر جایی دستش بند باشه یه جوری خانواده‌اشو میکشه توی اون قسمت. یعنی برابری در تمامی مواردی که دولت جمهوری اسلامی بهش مشرف هست اصلا وجود نداره و امیدواری هم اصلا معنی جالبی نداره که بخوایم بگیم بازم امیدواریم که این درست بشه. و خب به این صورت داره میگذره دیگه، تا خود مردم نخوان به اون آگاهی نرسن متاسفانه به همین صورت این روال ادامه خواهد داشت. ممنون که وقت به من دادین، در خدمتتون هستم. ممنون از شما آقای نوروزی که شرکت کردین تو بحث آزاد. به موضوع خوبی اشاره کردین، به موضوع خروجی دانشگاه، دانشگاهی که رشته های هنری رو ساپورت میکنن واقعا خروجی های عجیبی داره. یعنی کسی که 4-5 سال چیه شاید میتونم بگم 10% یا حتی کمتر از 10% از آدم هایی که لیسانس یا فوق لیسانس شاخه های هنری هستن توی همون شاخه و حیطه هنری شد فعالیت میکنن، شاید انجام بدن، شاید به عنوان هابی سرگرمی یا چیزی که بالاخره همه علاقهشون بوده، ولی آیا واقعا منبع درآمدشون هم هست؟ این همه درس خوندن، هزینه کردن؟ نه، خیلی هاشون نه. بفهمید آقای مانیدی. مرسی. من اتفاقا دقیقا در ادامه صحبت شما و آقای نوروزی در واقع میکنم سوال هم متقام، من در جریان نیستم، خیلی اطلاعات ندارم، خواستم ببینم دقیقا انتخاب بازیگرای سینما، اصلا کلا دست‌اندرکاران سینمایی از دانشگاه ها صورت میگیره یا نه صرفا بر اساس ارتباطاتی که حالا هر کسی با تهیه کننده ها یا عوامل اسبق سینمایی داره؟ و حالا اصلا کلن نمیدونم از سینمای ایران میرن توی به قول شما توی این دانشگاه های هنری به دنبال استعدادهای جدید یا نه اصلا کلا همیشه این بازیگرا این فارغ التحصیلا و یا این هنرمندا هستن که باید همیشه دنبال اونها بدون تا اینکه بتونن به یه جایگاهی برسن. مرسی بابت وقتی به من میدید. مرسی از شما. بذار من براتون دو مثال واقعی بزنم. من دانشجوی رشته کارگردانی تئاتر بودم در شیراز. هم دوره‌ای های من خب دانشکده های تئاتر و دانشکده که اصول همه دانشکده هنری سالیانه جشنواره های داخلی دارن، داخلی کشوری، یعنی اول تو شهر بعد تو کشور. بعد توی اگه فجر هم هست اتفاق فجر دانشجو اگه در جریانش باشه همین اتفاقاتیه که توی از طریق دانشگاه ها و دانشجویان میفته، یعنی شرکت کننده هایی در جشنواره فجر دانشجو صرفا بعد دانشجوی رشته مرتبط باشن. حالا یه اکیپی دار هم جمع میشن که بازیگری خونده، که کارگردانی، که طراحی صحنه، لباس، یه گروه تشکیل میدن، یه کار هنری میبندن مثلا تئاتر و وارد جشنواره کشوری فجر میشن. من دوستان خودم که همکلاسی های من بودن در شیراز یک تئاتر بردن جشنواره فجر دانشجویی و شانسشون زد و توی یکی از شبای یکی از اجراهاشون آقای
نوید محمدزاده حضور داشتم، با من تماشاگری کار رو دیدن. خب از این یکی خوششون اومد، تصمیم گرفتن ازشون حمایت کنن و شدن تهیه کننده اون کار. و همه اون بچه‌هایی که من نشستم الان تهران زندگی می‌کنن، هزار تا کار دیگه بستن و شناخته شدن، خیلی خفن و بهبه و چند. این یه گروه از دادم ها که اینجوری شانس می‌کنم و در واقع این جشنواره ها دری هست به روی دیده شدن دانشجو. یه دوست دیگه هم داشتم که ایشون به واسطه این که حالا بعد مالشون خوب بود، ثروتمند بودن، از خانواده شناخته شده بودن، بعد اینکه درسش تموم شد مهاجرت کرد تهران زندگی کرد و اونجا انقدر رفت در این شرکت سینمایی زد که آخرش رو تهیه کننده یکی از فیلم های آقای هومن سیدی، یعنی قشنگ پله های ترقی رو یکی صد تا زد و از معمولی هم شروع کرد، یعنی یهو کار اولش تهیه کننده آقای هومن سیدی. و این هم مورد دوم که گفتیم، یعنی هر دو تا موردش شکل میگیره، حالا یا شانس بیارید دیده بشید به هر نحوی، یا هم که نخواهیتون آدم پیگیر باشین و به این بیافتیم که آقا تو خدا یکی هم ما رو نگاه کنه. ولی باز فارغ نشون از بحثی که آقای نوروزی کردن، این که واقعا اون آدم معمولی که پول نداره و جایی نداره که استعداد خودش رو به نمایش بذاره، این آدم تا همیشه همون جوری میمونه. چون یکی از درگاه‌هایی که با شما میتونین استعدادتون رو به نمایش بذاری و بگین آقا من یه هنرمندم که میتونید از من استفاده کنید، مثلا کلاس‌های بازیگریه که توی تهران آدم‌های معروف، بازیگران معروف اداره‌اش می‌کنن یا مدرس بازیگری هستن. چون یکی از راه‌های انتخاب بازیگر توی فیلم‌ها و سریال‌ها همین آموزشگاه هست. مثلا آموزشگاهی که آقای امین طارق داره تو تهران، یکی از درگاه‌های انتخاب بازیگری هستن و بقیه کارگردان‌ها و تهیه‌کننده‌ها حتی با آقای طارق تماس می‌گیرن، یعنی آقا مثلا ما دو تا بازیگر توی این سن و سال با این اکشن با این فلان می‌خوایم، اگه داریم به اون معرفی. این است که کلاس‌های آقای طارق من یادمه 10 سال پیش یه دوره 6 ماه هست یه چیزی هلوش 9-10 میلیون بود. خب کدوم قشر از جامعه اون موقع تازه میتونستیم چه دوره ها شرکت کنه حتی با استعدادم باشه و بگه آقا من مثلا منم هستم؟ و این اون برابریه که متاسفانه وجود نداره. آموزشگاه دولتی هم نداریم، واقعا نداریم. ببخشید آقا نوروزی من خیلی حرف زدم، مایک بر شما دوستان دسترسی آقای کن. زنده باشه، من استفاده کردیم از صحبتتون. من میخواستم در رابطه با خود شما که بچه ها زحمت کشیده بودن، امروز البته خبر برای چند وقت پیشه ولی تو رادیو من امروز هم گوش میکردم، این که آلبوم آقای مازیار فلاحی نمیدونم 11 تا موزیک داشت یا 12 تا یعنی آهنگ داشتش که به 10 تاش یا 11 تاش مجوز ندادن. این خیلی جالبه. بعد این بنده خدا هم دم کردش پاشد رفتش، اونجا که هم میگم بچه های خودتون زحمت کشته بودن تهیه خبر کرده بودن، این بنده خدا جمع کرد رفتش کجا؟ اوکراین. چند وقت اوکراین بود و بعدش هم الهی به امید رو دیگه به قول معروف زدش بیرون. حالا بیایم اینو نگاه کنیم، آقای مازیار فلاحی و با همین خواننده‌ای که چی میگن ارزشه بسیجی بود، چی خونده بود در رابطه با بابا همینی که در اون فرمانده دقیقاً من شعرش یادم میومد، این اتیکش رو اون اتیکه میگفت دهه 90 ها تو فراخوان، این اتیکش رو یادم میومد، خود اون فرمانده رو یادم رفته بود. ببخشید. حالا یکی هم نگاه کنیم مثل چجوری بهش بها میدن، بعد یکی مثل مازیار فلاحی که واقعا به نظر من یکی از اسطوره های ایران هستش تو موزیک، به این چجوری بها میدن؟ یا نه بیاین نگاه کنیم به، حالا میگم بحث سینما رو اینا یه مقداری بیاین کنار، یه نگاهی بندازیم به بیرون از کشور. من یه مثال میخوام براتون بزنم، از خودم شروع میکنم، یعنی از دختر خودم. اون روز من گفتش که بابا میشه من برم تو تی وی تو مجری بشم؟ 13-14 سالشه. گفتم که خب دوستاری برو. گفتش که، گفتم چجوریه کلاس باید برید چجوری؟ گفت هیچی، فقط یه ایمیل میزنیم، یعنی یه ایمیل باید من بزنم بهشون و
سنا پاشه بره اونجا صحبت کنه که اصلا میتونه مثلا اجراگری داشته باشه یا نه. که خب میگم من ایمیلو زدم و تقریبا 4-5 روز بعدش جوابش اومد و یه وقتی گذاشتن و حالا باید باشیم بریم اونجا به قول من بتونه کار انجام بده. یعنی به همین راحتی بله. چیزی به عنوان پارتی حسن و اصغر و علی خب وجود نداره، ولی شما توی ایران شما یه فیلم درست کن مثل سریال گاندو، یه فیلم درست کن مثل سریال نمیدونم پرنده مهاجر. من پرنده مهاجری که میگم خیلی بچه بودم دیدم، برای چیزه، برای دفاع مقدس و این چیزا هستش. البته بی احترامی نمی کنم هیچ موقع به دفاع اون 8 سال جنگ، ولی یه فیلم اینجوری بیاین درست کنین. یا یکی مثلا آقای نوید محمدزاده بیاد مثلا بره حالا توی کشور دیگه دست محرم خودشو بگیره و حالا توی صحنه ببوستش، ببینید چه اتفاقاتی داره میفته. شما این سریالو با اون تشکیلات، با اون همه هزینه و فلان و بیسا، حالا اینا برای خودشون رفتن افتخار آفرینی دارن میکنن برای مملکت، اینجوری داره باهاشون رفتار میشه. یعنی چون باید توی دولت جمهوری اسلامی یه چیز بسته‌ایه، شما باید اگر میخوای هنرمند باشید باید طبق اون چارچوب عمل کنی. بخوای عملم نکنی که الهی به امید تو، همشون هم دارن میگن دیگه رسما آقا جمع کنید باشید برید دیگه. و خب اینم یه سری مثالایی بودش که بنده به ذهنم رسید و در خدمتتون هست. ممنون شما، ممنون در مشارکت. خب دوستان مسئله مورد دیگه هست که بخوام بپردازیم، خوشحال میشم بشنوم از شما. در غیر این صورت با اجازت من یه جمع‌بندی بکنم بحث آزاد رو. خیلی هم عالی. خب بحث آزاد برنامه امروزمون در مورد ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر همه آزاد و برابر به دنیا آمدن بود که طی دو تا سوال به اون پرداختیم. اولی این که آزادی و برابری برای هنرمندان و دیگر اقشار جامعه که دوستان مشارکت کردن، نظراتشون رو دادن. به کم و کاستی هایی که برای هنرمندان وجود داره توی ایران پرداختیم و همچنین که این کم و کاستی ها برای دیگر اقشار هم همچنین وجود داره. به آزادی و برابری بین هنرمندان زن و مرد پرداختیم با توجه به اینکه تصویب شده که بانوان از تبلیغات تلویزیون حذف بشن. در این بار هم دوستان مشارکت کردن، مرسی از تک تکتون. و در ساعت 28 دقیقه به وقت اروپا مرکزی من ختم جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان رو اعلام می‌کنم. مرسی از تک تک شما عزیزان که توی این جلسه